رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، امروز روز اول بهاره و امیدوارم که سفره هفت‌سین شما پربرکت بوده باشه و اونجوری که دلتون میخواسته بوده باشد. عرضم به حضور شما که خب ما که در فرنگ زندگی میکنیم خارج از وطن، این یه بهانه خوبی است که حداقل با دوستان آشنایان که مثلا شاید مدتی ازش دوری خبر نداری، یه زنگی میزنی، یه تلفنی میشه، یه ایمیل سالنامه، یه ارتباطی برقرار میشه. همه زیبایی داستان در این برقراری روابط بین انسان هاست و این سنت ها که ما به عنوان ایرانی از دیرباز داشتیم، میبینی که آنچنان ریشه دارد که هرچی اینا در این روزخونا در این 40 چند سال تلاش کردن که بتونن این رو یه جوری کمرنگ کنن، هرگز نه تنها زورشون نرسید بلکه هر سال پررنگتر از سال پیش مردم به سمت اعیاد رسمی خودشون رفتن، اعیاد باستانی، اعیادی که همش مرتبط ریشه در طبیعت دارد و مصنوعی نیست، خلاصه قلابی نیست. مثل اینا که مثلا 3 دفعه امام جعفر صادق میمیره، 2 دفعه نمیدونم اون یکی متولد، اگر به تقویمش نگاه کنی همینطوریه. ولی در مورد سنت های ایرانی همیشه ثابته، یگانه است و هیچی کم نداره به هر حال. و من یه بار دیگه از طرف خودم و دوستان به شما سال نو مبارکی میگم و امیدوارم که سال نو سال رسیدن به خواسته های شما باشه. به هر حال اجازه بده که چهارشنبه است، وقت رو تلف نکنیم و بریم خدمت آقای مصداقی. امروز هم 20 مارس، همونطوری گفتم اول فروردین. آقا سلام میکنم به شما، عید مبارکی بهت میگم، امیدوارم سال خوبی در پیش رو داشته باشی. سال گذشته سال خوبی بود، کارهای خوبی انجام شد از در زمینه فعالیت‌های شما و بازم تشکر میکنم از اینکه مهر میکنی و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی تا بتونیم از تجربیات شما، دانش شما بهره ببریم. بهار سال نو مبارک باشه و مثل همیشه آرزوی بهترین برای خودت، خانواده محترم و گرانقدر دارم. در خدمت شما هستیم آقای مصداقی. بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب بهبهانی، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم و تبریک میگم سال نو رو. امیدوارم سالی باشه همراه با شادی و شادکامی و سلامتی و تندرستی برای همه هموطنانمون و همزبانانمون و همه اونایی که بهار رو جشن میگیرن و سال نوشون شروع میشه و آرزو میکنم که همه در این سال نو و هرچی که آرزو میکنن برسن. ممنونم ازت، متشکرم از شما. و چه حسن تصادفی که اولین روز سال رو و در حقیقت 1 فروردین رو و برنامه تلویزیون میهن رو با حضور شما شروع میکنیم. اینم یک تقارن شیرین است. حالا منم تشکر میکنم، بالاخره روز اول سال نوست و امیدوارم که در واقع در این سال نو همه چیز نو بشه. حالا قبل از اینکه بپردازیم به سوالات، من یک موضوعی رو
که لازم دیدم حتما اینجا مطرح بکنم. بفرمایید. و اون هم چون برنامه این هفته آقای مهدی اصلانی بود که با میهن تیوی بود و برای روز من این رو متوجه شدم، چون اتفاقا چون خیلی هم روی کتابم دارم کار میکنم و 6 جلد کتاب رو میخوام با هم منتشر بکنم، بنابراین خودم ندیده بودم، ولی راستش رو بخواید 5 نفر از دوستان چپ من و همونو که هم دوران گذشته در زندان بودن و همچنین دوستان عزیزی که در عرصه‌های مختلف اجتماعی فعال هستند، بسیار بسیار رنجیده خاطر بودن و در واقع با من موضوع رو مطرح کردم. من لازم بودم اینجا راجبش صحبت کنم. قبل از هر چیز عنوان بسیار بسیار توهین‌آمیزی که برنامه داشت و به نظر من این زیبنده میهن تیوی نیست که یک عنوانی بیاد تحت این عنوان که نمیدونم ایدانه رضا پالوندوس و همچنین جمهوری خواهان سلطنت طلب. قبل از هر چیز من اینو باید خدمتون بگم که عملا ما از یه دوره عبور کردیم در فضای سیاسی کشورمون که حتی در ایران هم دیگه کمتر سایت های جدی و رسانه های جدی از این عناوین استفاده میکنن و این رو به خصوص که ما در ماه اسفند هستیم و میدونیم در این ماه هم سالگرد در موقع تولد رضا شاه هست و همچنین سالگرد کودتای 1299 و همچنین موضوع و بهانه این برنامه هم گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با تعدادی از جمهوری خواهان بود. بنابراین همه این عناوین توهین‌آمیزه و به نظر من شایسته نیست. ما خب بعد از انقلاب از این چیزها زیاد داشتیم، به خصوص من یادم بعد از انقلاب یک کتابی در اومده بود در همون اول سال 58، یه چاپونه توی پارکشه اینو منتشر کرده بود از فخرالدین اجازی و عنوانش هم مثلث شوم صهیونیسم، امپریالیسم، کمونیسم بود و پشتش یه پوستری بود از فیلم کینگ کونگ، بالاش اون جای کینگ کونگ کله در واقع محمد رضا شاه رو زده در سر کینگ کونگ که نوشته بود من مخردم ها. اساسا چنین چیزهایی به نظر من خوب، حالا نقد با همه باید بکنن نظرشونه، خیلی هم به نظر من درسته که ما وارد نقد بشیم گفته های، چون هیچ کسی نه مقدسه و نه کسی در واقع به نظر من خط قرمزی هست که کسی نتونه نقدش بکنه. ما هممون باید از این حق برخوردار باشیم که اتفاقا همه چهره های سیاسی رو نقد کنیم و رفتارهای اونا رو نقد کنیم و یا نظری داریم بیان کنیم. این اصلا لازمه و این باعث این میشه که ما در اون موضعی که داریم به قول من عمیق‌تر بشیم، پیچیده‌تر بشیم و بتونیم احیانا اگر حفره‌هایی هم داره اونها رو بپوشیم. ببینید اول از اون که این عنوان که ادهی جمهوری‌خواهی سلطنت طلب، این اول از اون که این عنوان نادرستیه. ادهی دارن خودشون رو مشخصا معرفی میکنن به عنوان جمهوری‌خواه، تعارف که ندارن که میگن ما سلطنت طلبی. بنده خودم هم کاملا مشخص بارها هم توضیح دادم و اینکه من خودم شخصا کیم یا چی فکر میکنم یا چه جوری فکر میکنم، من که تعارفی ندارم که. بنابراین اول از اون که خود همین عنوان به نظر من نادرسته، ما یه اتهامی رو به یه عده‌ای بزنیم که اونها خودشون دارن میگن ما نیستیم. و ببینید اول از اون که این موضوع جدیدی نیست که با این عده‌ای که حالا مورد نقد آقای اصلانی بودن شروع شده باشه. ما میدونیم در صحنه سیاسی ما اول جناب آقای اسماعیل نوری‌علا و سکولارها این عنوان رو مطرح کردن، میدونیم اینا جمهوری خواهن، میدونیم آقای نوری‌علا اونجایی که خودشون رو معرفی میکنن جمهوری خواهن و ما که نمیتونیم نیت افراد رو بیام نیت کنیم که بگیم نه جمهوری خواه نیست مثلا سلطنت طلبه.
اولین باری که اینا مطرح کردن ایشون بودن و در جامعه ایرانی و گفتن آقا ما یه جمهوری خواهی هستیم، معتقد به سکولاریسم هستیم و فکر میکنیم از طریق حالا شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان شاخص مطرح میکنیم و به نظر منم کار به جایی هست، برای اینکه آلترناتیو دیگه ای وجود نداره. این بماند خب خیلی ها میتونن با نظر من یا نظر ایشون یا نظر خیلی دیگه مخالف باشن و اساسا اینجوری نیست که ما یا دیگری فصل خطاب هستیم و وقتی میایم یه موضوعی رو مطرح میکنیم کسی دیگه نباید نظر دیگه ای بده. اما این اصلا غلطه، اتفاقا باید نقد کرد و اتفاقا بایستی اشکالات اون نظر من رو خود شخص خودم میگم بایستی بیان کرد. ولی نکته جالب توجه اینه که این موضوع اولا سابقه تاریخی داره. ببینید سابقه تاریخیش چیه؟ ما اینو تو اسپانیا دیدیم، اتفاقا چپ اسپانیا، اتفاقا سوسیالیست های اسپانیا کسانی هستند و اتفاقا جمهوری خواهان اسپانیا کسانی هستند که برای عبور از فرانکو و اون دوران دیکتاتوری میان پشت در واقع پادشاه. ببینید یه چیز واقعیه تو دنیا اتفاق افتاده، پس بنابراین جنبه تاریخی داره. ما نمیتونیم اگر عده‌ای در ایران یک نظریه‌ای رو مطرح میکنن اینها رو بیاییم به عنوان جمهوری خواهان سلطنت طلب. این اولین اشکالشه. نکته بعدی اشکالش در واقع برمیگرده به همین برنامه که این افراد داشتن. اولین خطای بزرگی که آقای اسنانی میکنن اینه که ایشون با اطمینان کامل میگن این برنامه از طریق آقای امیر حسین اعتمادی تشکیل شده. خب قطعا ایشون اشتباه میکنن، چون من در جریان ریز این ماجرا هستم و این نوع داوری ها و این نوع نیت خوانی ها اساسا باطله به نظر من. چون با منم صحبت کردن، من همیشه گفتم اول از اون که من در هیچ جمعی شرکت نمی کنم، اگر چیزی لازم باشه میگم، اگر توصیه‌ای به نظرم برسه میگم، ولی من اصولا نمیخوام در چارچوب در واقع جمع های که وجود داره باشم، برای اینکه میخوام هم آزاد باشم، هم میخوام راحت تر صحبت هامو بکنم و هم میخوام این انرژی که دارم من محدوده، نمیتونم صرف متقاعد کردن این و اون یا توی تشکیلات یا یه جمعی این رو صرف کنم. ای کاش میتونستم، ای کاش این امکان برای من بود. آقای بهبهانی من الان 6 جلد کتاب میخوام منتشر کنم، اول تا آخرش رو باید خودم بکنم، تا انتشارش، تا پخشش، تا پستش باید خودم شخصا بکنم و من چقدر انرژی دارم یا چقدر وقت دارم. بنابراین من این که میدونم این چیزی که ایشون میگن از اساس باطله و خب بله آقای امیر حسین اعتمادی ایشون حالا کارهای فنیشو انجام میدن. منم اگه بخوام چنین جلسه ای بذارم نیاز دارم یکی از دوستان که منو همراهی کنه، کمکم کنه تا بتونم با 10-15 نفر وصل بشم. این اول از اون که در واقع نکته ای که میخوام بگم که اولا ایشون هیچ نقشی نداشته. این یه مسئله و من با این حال گفتم آقا من از همه این اقدامات به نظر من خودم حمایت میکنم. من هم اینو بگم این اولین جمعی نیست که با شاهزاده رضا پهلوی جمهوری خواهان گذاشتن، نه لااقل من از 3-4 تا دیگه شدم، هر 3-4 تاشون رو از من خواست و به هر 3-4 تاشون هم همین جواب رو و تاکید کردم که آقا نه من از اساسا از اقدام شما حمایت میکنم و تازه این الان جدید نبوده، 4-5 ساله که این جریان رو من تو جریانش هستم، لااقل 5 ساله هر بار من گفتم من از اقدامات شما دفاع میکنم، حمایت میکنم، منتهای مطلب من تو این چارچوب ها نمی گنجم و از نه اینکه رو در وایسی داشته باشم، من همه حرفامو رو کانالی میزنم و فکر میکنم شما هم کار خوبی میکنید. این یک مسئله. پس بنابراین اولین جمع نیستش و بعد هم ایشون میشمارن 14 تا. نه این 14 تا میتونه 140 تا باشه، میتونه 14,000 تا باشه، میتونه 140,000 تا باشه، هیچ فرقی نمیکنه. و از نظر من مهم افراد این 14 نفری نیستن که دارن با شاهزاده رضا پهلوی برخورد میکنن، بلکه گفته های ایشونه در خطاب به اینا. این گفته ها میتونه در یه مصاحبه تلویزیونی باشه، میتونه در یک نوشتار باشه، میتونه برای چه میدونم 140,000 تا آدم باشه، فرقی نمیکنه. باید دید این گفته و این گفتار کجاش اشکال داره.
و نقدمون رو به این گفتار، نه اینکه به این 14 نفر. و بعدم اتفاقا این 14 نفر حالا ایشون میان و فکر میکنن باعث مثلا اشکاله که اینها خودشون رو معرفی میکنن و اینکه اینا چی کارن. به طب هر کسی میخواد با منم بیاد برخورد میکنه و میخواد با من هم صحبت کنه، اول باید خودش معرفی کنه که کی هست، کی هست، چی کار است، تا من بدونم با چی طرف هستم. و اینها یه برخوردی دارن میکنن و دارن خودشون رو معرفی میکنن اتفاقا. و بعد اشتباه بعدی آقای اصلانی اینه که فکر میکنن ائتلاف داره صورت میگیره و دارن ائتلافات قبلی شاهزاده رضا پهلوی رو میشمرن که آقا نمیدونم، اولا قوقنوس ائتلاف نیستش، قوقنوس یک ائتلافیه، یک ابتکاریه که به نظر من به نتیجه نرسیده. خب من ابتکار خیلی بهتر از این رو داشتم. خب منتها خب ابتکارات به خیلی موقع ها به نتیجه نمیرسه. در میان نیروهای چپ من صدها ابتکار رو میدونم و حتی ائتلاف رو میدونم که با شکست مواجه شده. تو همین استوکن لااقل من 15 تاشو تو استوکن فقط میدونم. حالا اگه فکر کنم شاید به بیشتر از اینم برسم، ولی این دلیلی نمیشه که شما بیاید به تمسخر بکشید که چرا در موارد دیگه ایشون این کنترل رو نمیندازن. فقط به شاهزاده رضا پهلوی که میرسه این کنترل بیفته. این ابتکارات ما انقدر کمیته ها تو این سوئد دیدیم تشکیل شده سر هر چیزی که بگید. من فکر کنم الان میگم در حوزه نه ده ها موردش فقط به خود استوکهلم، در شهرهای دیگه سوئده و این ابتکارات رو به خرج میدن. حالا تلاش میکنن به نتیجه نمیرسه. و ائتلاف ها، آره این ائتلاف ها به نظر من اشتباه کردن و در صورت میشه نقد کرد و حق ماست که نقد کنیم و باید. من خود آقای اصلانی هم ائتلافات متعددیشون، خودش ائتلاف جمهوری خواهان بوده، چرا شکست خورد؟ چرا توضیح ندادن؟ چرا جواب ندادن؟ ببینید پس بنابراین منم میتونم تو هر یه ائتلافی برم موفق نشم، بس مسئله ای نیست. ما باید این یه مسئله است، پس بنابراین این مسئله رو باید تماما در نظر داشته باشیم. اما راجع به این افراد، ایشون باز احتمالا شناختی نداره. ایشون از مسعود آذری در واقع میان و با اون ایشون پزشکه و با اون حالت میان صحبت میکنه. مسعود آذری رفیق صمیمیه من، 10 سال زندان بوده، دو برابر و نصفی آقای اصلانی. و امروز از عنوان زندانی سیاسی و نمیدونم فلان و اینا استفاده نمیکنه، چون نمیخواد نونشو بخوره. داره میگه من یه آدم سادم، داره میگه من یه سرباز سادم، در حالی که 10 سال زندان بوده. و من میدونم چه مرارتی کشیده و من میدونم چه شکنجه هایی رو تحمل کرده. ببینید من چند تا رفیق داشتم. مسعود آذری بود، رحیم مصطفی بود و علی انصاریون، که علی انصاریون هم اتاق هم بود. رحیم مصطفی و علی انصاریون رو از بند ما در قزلحصار که اتفاقا مهدی اصلانی هم اونجا بود به اوین منتقل کردن، چون مهدی الان نمیشناستشون. اینا رفیق من بودن. علی اصلانی هم اتاق هم بود و مسعود آذری رو از بند دیگه بردنش کردن. علی انصاریون زیر فشار رفت و ازش اقداماتی رو دستگاه امنیتی میخواست که حاضر نبود تن بده و به طرز فجیعی خودکشی کرد به جون، به طرز فجیعی که حتی شنیدنش مو به اندام خیلی ها راست. رحیم مصطفی و همین مسعود آذری رو دستگاه امنیتی زیر فشار بود و زیر شکنجه های طاقت فرسایی. رحیم مصطفی اقدام به خودکشی کرد ولی زنده بود. زمانی مسئول امنیتی اوین و برنامه ریز کشتار 67 همین مسعود آذری رو زیر شدیدترین فشارها برده بود و بهش تأکید میکرد که خودکشی کنه. رحیم در کشتار 67 جان باخت و مسعود زنده بود. و بعد حالا میایم برمیگردیم به خود نکات داستان. ببینید آقای بهبهانی، همچنین که عرض کردم هیچ مسئله نداره، ولی بحث بر سر اینه که اول از اون که اقدام شاهزاده رضا پهلوی در سال گذشته، عده‌ای اومدن نمیدونم ما
وکالت میدیم به شاهزاده. اولا اینو شکست برده. چه شکستی؟ فرخ نگهدارم رفته مقاله نوشته دیروز ایروز اینکه سال گذشته به این بر راستگراها شکست خوردن. یعنی چی شکست خوردن؟ بعد ایشون میان میگن که نمیدونم هیچ معیاری در ایران نیست، نمیدونم برای سنجش محبوبیت افراد و اینکه در نمیدونم خیابون یا در استادیوم شعار رضا شاه روحت شاد میدن بیانگر نمیتونه حمایت از کسی باشه. پس چجوری میتونه باشه در نظام توتالیتر؟ چجوری میتونیم میزان محبوبیت افراد رو اندازه گیری کنیم در جایی که مردم نمیتونن نظر بدن، در جایی که مردم نمیتونن حرفشون رو بزنن؟ چرا تو استادیوم نمیگن درود بر ایرج مصداقی؟ ما که نمیتونیم واقعیت های جلو چشمون رو منکر بشی یا چشمون رو بهش ببندیم. مگر در اروپای شرقی، مگر در چه میدونم در چکسلواکی، آقا یه کنسرتی شد، مردم اون کنسرت رسید به فروپاشی نظام چکسلواکی. یه کنسرت فقط که جوان ها در شرکت داشتن. چرا نمیتونه یه مسابقه فوتبال به چیزی منجر بشه؟ چرا مردم نمیتونن تو مسابقه فوتبال نظرشون رو بدن؟ و خب اتفاقا میدن. هر جایی که مفری ایجاد میشه نظرشون رو میگن. حالا این نظر میتونم من باش موافق نباشم، حتی با این نظر موافق نباشم، نباید همه موافق باشن که، ولی این که بیاییم چیزی به این روشنی رو نفی کنیم یعنی چی؟ خب باشه، بدیل شما چیه؟ نظر شما چیه؟ شما چه چیزی رو پیشنهاد میکنید؟ شما چه راهی رو جلو مردم میذارید؟ ببینید من همیشه میگم آقا ما وقتی میایم یه چیزی رو نفی میکنیم جاش یه چیزی ارائه بدیم، بگیم آقا این کمک میکنه، این راه باز میکنه، این میتونه ما رو جلو ببره. نه اینکه با هر ابتکاری مخالفت بکنیم و بعد بیایم فکر کنیم که مثلا این رو مثلا ما زمین بزنیم. خب که چی؟ ما زمین زدی چی گیرمون میاد؟ چی جاش میخوایم بذاریم؟ چی میتونه ما رو جلوتر ببره؟ ببینید اینها مسائلی است که به نظر من بسیار بسیار مهمه. ایشون اومدن مطرح میکنن که آقا چرا شاهزاده رضا پهلوی آقای شاهین نجفی رو پیشنهاد کردن؟ برای اینکه 6 تا سلبریتی اونجا جمع شدن، ایشون هم یه سلبریتی دیگر رو مطرح کردن. یعنی این در حالی که ایشون هم عقلش هم شعورش هم فهمش هم سیاسی تر از بقیه اوناست. و منم صحبتای ایشون رو گوش میکنم، 100,000 تا گاه پادکستاش بیننده داره. من ممکنه با نظر ایشون موافق نباشم، ولی کاملا مشخصه. حالا من میتونم اصلا با پیشنهاد ایشون هم موافق نباشم، ولی این که فکر کنیم در واقع با بیاییم مثلا به این ترتیب عمل کنیم، باشه. شاهزاده رضا پهلوی یه سری ابتکاراتی دارن، یه سری نظراتی داره، من میتونم با همه برنامه‌ای که ایشون دارن مخالف باشم، اما چرا برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی رو نمیاد به تمسخر بگیریم؟ چرا برنامه مجاهدین رو به تمسخر نمیگیریم؟ چرا حزب کمونیست کارگری که 30 سال پیش دنیای بهتر داده و برنامه دولت موقت داده، چرا اونو نمیایم نقد بکنیم؟ حالا مثلا شاهزاده رضا پهلوی با اینها گفته 6 بعد 3 ماه نمیدونم بایستی نمیدونم فلان که اقتصاد و فلان که، برید نگاه کنید ببینید منصور حکمت 30 سال پیش راجع به برنامه موقت و دنیای بهتری که حزب کمونیست کارگری میگه چی میگه. یعنی چی؟ حق داریم نقد کنیم ها، ولی میگم چرا اونا نه؟ چرا به اونجا میرسه نه؟ خب بله، ایشون به درستی 10 سال پیش از حق نمیدونم آزادی بیان آقای شاهین نجفی دفاع کردن، نقطه مثبت کارنامه ایشونه، ولی همین ایشون ماه قبل از نمایش فیلم این کودک سربازان که نقض آزادی بیان توسط مجاهدین هست دفاع نکردن. همین اخیر. خب یعنی چی؟ اگه اون تو کارنامه، اگه اون جنبه مثبت کارنامه ایشونه که هستش، اون جنبه منفی کارنامه ایشونه. ببینید داستان اینه. به نظر من ببینید این نکته ایست که باید بهش توجه داشته باشیم و بدونیم همه مایی که کار میکنیم، از جمله خود من، بندم به نظراتم، ایده هام میتونه نقد بشه، میتونه مورد زیر ذره بین قرار بگیره،
من با همه حاضرم بحث کنم سر این موضوعات. من هیچ محدودیتی ندارم. من میتونم همه اون کسایی که با نظرات من مخالفن، همیشه هم پیشنهاد کردم، همیشه هم گفتم اتفاقا خوبه. من با کسی که با نظرم مخالفه میتونم بحث نظری کنم، میتونم باعث قناع خودم بشه و بعد میرم میگردم یه دلایلی، یه چیزهایی پیدا میکنم که بتونم بیام طرف مقابلم رو اقناع کنم یا تو اون موضعی که خودم دارم در واقع عمیق‌تر بشم. این خیلی به نظر من مهمه. برای همه ما بایستی این مسئله باشه. و من تصورم اینه که ببینید، باز هم تاکید میکنم، وقتی یه چیزی رو ما نفیش میکنیم باید بدیلش هم بگیم. ببینید آقای بهبهانی، مشکل جامعه ما اینه که همه میاییم همه چی رو نفی میکنیم ولی هیچ چیزی جایگزینش نداره. من اگر جریانات دیگر رو، نظرات دیگر رو، دیدگاه‌های دیگر رو نفی میکنم، یه بدیل دارم. میگم آقا بدیل من رضا پهلوی، نه اینکه ایشون گل بیخاره، نه اینکه ایشون نمیدونم ایدئاله، نه، بهترین موجوده، در دسترس‌ترین موجوده. و اتفاقا به نظر من وقتی آقای اصلانی و دیگران به شاهزاده رضا پهلوی میپردازن، یعنی اون آلترناتیو میبینن، اگه نمیدیدن بهش نمیپرداختن، یا اگر به نظر خودشون احساس خطر نمی کردن بهش نمی پرداختن. و نکته بعدی خیلی برای من عجیبه، ایشون به شاهین نجفی میگن آقا ایشون یه موقعی فوش بدبیرا میداده به شاهزاده رضا پهلوی، امروز هواخواه ایشونه. خب باشه، آدم ها تغییر میکنن. آقای مهدی اصلانی یه موقعی هوادار اکثریت بودن، امروز فرخ نگهدار و اکثریت و همه جریان رو نقد میکنن. ایشون حق نداره؟ بنده هوادار مجاهدین بودن، امروز مجاهدین رو به عنوان فرقه خطرناک میدونن، علیهش فعالیت میکنن. من حق ندارم؟ شاهین نجفی هم میتونه با یه چیزی بد بوده باشه، امروز حالا فهمیده باشه اشتباه کرده بخواد ازش دفاع کنه. خیلی موقع ها این اتفاقات میفته. یعنی چی؟ اینکه نکته منفی شاهین نجفی نیست که. اینکه هر کسی فکر کنه مرغش یه پا داره، هی تو اون یه پاش بخواد بیسته، که درست نیست. در لحظه‌ای که ما فهمیدیم اشتباه کردیم، در لحظه‌ای که ما فهمیدیم خط گذشتمون اشتباهه، معلومه باید بیایم تغییر کنیم، معلومه باید بیایم خط جدیدی رو بپذیریم. همه ما این کارو میکنیم. و اینه که به نظر من این مواردیه که من فکر کردم که لازمه برای اینکه در بحث و گفتگو گشوده بشه، نه اینکه در بحث و گفتگو بسته بشه و اینکه ما بتونیم نظرات مختلف رو چالش کنیم. ممنون از شما که توضیح دادی. بذارید از موزه خودم صحبت بکنم و تلویزیون میهن. شما اشاره کردی به چاپخونه ای توی نمیدونم پارک شهر و نمیدونم چاپ کردن کتاب و اینها. این تمثیل یه ذره برای من سنگین اومد. شما اول میگی که برنامه رو ندیدی، چند تا از بهترین دوستان شما که اعتماد بهش دارین برنامه رو به شما تعریف کردن. اولا نه، اشتباه نکنید، بنده برنامه رو دقیق دیدم، جز به جز دیدم. اگه ندیده بودم که اینجوری نقد نمی کردم که. بنده گفتم من نگاه نکرده بودم، دوستان به من معترض شدن و من نگاه کردم. بعد دقیقه به دقیقهش دارم به خدمت شما میگم چی من نگاه نکردم. شما سکی دارم این همه من حرف زدم متوجه ساعت صحبت های من نشدید؟ چرا عزیزم، دقیقا گوش دادم تصادفا. چرا فکر میکنی من ندید؟ من خب اولش فرمودین که من ندیدم. من توضیح دادم، من اساسا سرم تو کار خودم بود، دیدم آقای رفقای چپ من پنج نفر با هم برخورد کردن، تازه رفتم ببینم چه اتفاقی افتاده. بگذارید داستان چیت که مثلا نوشته که ایدانه رضای پالوندوز یه ماجرایی داره تعریف میکنه تو محلهشون، یه خیاطی بوده معروف بوده به رضای پالوندوز. این چه لغتیه که ممکنه ما رو تحریک کنه یا براشفته کنه؟ داره قصه یه آدم خیاط رو تعریف میکنه و شب عید. آقای بهبهانی، من آدم سیاسی هم،
منم به اندازه خودم میفهمم، منم به قول معروف مسائل سیاسی رو تا تهش رفتم و اومدم. وقتی که من میخوام برنامه‌ام علیه شاهزاده رضا پهلوی، علیه ابتکار ایشونه در ماه اسفند، در ارتباط با، و ما میدونیم رضا شاه به چی، به رضا شاه رو چی میگن، من که دیگه بچه که نیستم که. آخه عزیز من، کی به رضا شاه گفته پالون دوز؟ کجای تاریخ نوشته که رضا شما شاه؟ نمیدونم، میگن میگن رضا پالونی. آ پالونی، بله، هزار دو شنیدم. پس لطف کنید آقای بهبانی، چرا ببینید. یک پالونی شنیدیم ببینید. این آقای درست، بهبانی، ولی آقای پالون دوز بهبانی، نشنیدیم آقای بهبانی، جان. ببینید، منم به انزه خودم، انزه خودم سیاسی هستم. یه اشتباهی شده، این اشتباه در واقع به نظر من این اشتباه خیلی هم بدون چیز نبود، و این کار اشتباه نباید به این کار، به نظر من به این خب این کارها نظر ما شماست آقا، نظر شما، برای شما محترم، ما به نظر شما احترام میذاریم، اما اینکه شما یه چیزی رو وصل کنیم به یه قصه دیگه، من این وصل برای ما نکردم، این وصل شما آقای بهبانی، این وصل شما و میهن تیوی انجام داده، من وصل نکردم. آقا داره قصه یه یارو خیاط محلش رو تعریف میکنه، تو محله معروف بوده به رضا پالوندوز، چیکارش کنیم؟ بگیم محمد بوده اسمش، حسین بوده مثلا، چی بسیار بوده اسمش، پرویز بوده، بسیار بعد نمیدونم والله، من متوجه نمیشم حساسیت و اینها. و بعدم خب اگه میخوایم که یه همچی کاری بکنیم، خب بهتره که خودش باشه اینجا و شما نظراتتون رو بگی، اونم حق داشته باشی که از خودش دفاع کنه. و مگه موقعی که ایشون صحبت کردن بنده بودم؟ مگه وقتی راجع به مسعود آذری که 10 سال زندان بوده مگه من بودم؟ نه، ولی الان شما دارین مستقیم با اون حرف میزنید، خب باید باشه. من دارم همین الان دارم توضیح میدم. نه، نباید حضور داشته باشه بگه چی شد. به آقای نظر مسعود آذری اونجا حضور داشتم وقتی راجع به مسعود آذری که 1 دهه زندان بوده شما صحبت میکردین و تمسخر میکردید؟ نمیدونم، من از مسعود آذری خجالت میکشم. نه اینا که اینجوری که نمیشه جلو رفت که آقا، چرا نمیدونم. نمیشه؟ شما میشین هر چی دلتون میخواد میگی، بعد میگی نمیشه. من متوجه نمیشم، یعنی اگه ما راجع به فرض کنید که یه شخصیتی، یه آدمی حرف بزنیم، باید حتما خودش باشه. شما دارین الان همینم چه شما دارید ادعا میکنید من گفتم برنامه گذاشتید این برنامه است. نه، شما دارین آقای مستاق، آقای اصلانی رفیق شما بوده با من در من حقیقت دشمنی ندارم. من همینقدری که با ایشون دوستی دارم با رضا، با مسعود آذری هم دارم. اگه یه کسی یه حرف نامربوط راست به ایشون هم بزنه من واکنششون میدم، هیچ دلیلی نداره. یه کسی یه حرف نامربوط راجع به همین آقای اصلانی بزنه ببین من چجوری جواب میدم. ولی بهتره که باشه خودش، تا بالاخره ما هم روشن بشیم که ماجرا چیست و چه این همه واکنش تند برای چیه. و حمله به میهن تیوی رو نفهمیدم هنوز که چرا ما این بس. ببینید آقای بهبانی بحث میهن تیوی اگر میخواهید بدونید، آره میهن میخوام بدون. تیوی شما دارید کار میکنید، ولی در ماه اسفند در نقد شاهزاده رضا پهلوی، در گفتگو در ارتباط با ایشون، در روز تولد رضا شاه و کودتا 1299، رضا پالاندوز، ایدانه رضا پالاندوز معنی داره. عزیز من، اولا رضا شاه 24 اسفند نه 29 اسفند. 29 شما اسفند ماجرای کودتاست. بله. بله. تولدش 24مه. ولی اصلا بله. کودتا کیه؟ 29. پس من دارم گفتم جفتشو به تو رضا نه پهلوی هم به تو گفتم. اینطوری نیست دیگه، یا نه اصلا قصده یه آدمی رو داره تعریف میکنه. آقای من بهبانی بگم شما چه داری اینو میگی؟
بریم بگذاریم دیگه. به هر حال شما مطالبتون رو گفتین و ما هم شنیدیم. اما حالا که صحبت از سالگرد تولد رضا شاه هست، یه لحظه اجازه بدید که این رو درست بکنیم، برای اینکه مشکلی در برنامه ایجاد نشه و اینا از بین نره. من سعی میکنم که تیکه تیکه اینا رو ضبط کنم، ولی سرآخر اینا رو بدون اینکه تختی بشه، بدون اینکه دستی توش برده بشه، اینا رو به هم وصل میکنیم و تقدیم حضور مخاطب میکنیم. عرض کردم حالا که صحبت کردی از سالگرد تولد رضا شاه و 29 اسفند و اینا و اینجور با پرشور صحبت میکنیم، میخوام نظرتو بشنوم. بفهمید ما بشنم. ببینید آقای بهبهانی، بنده نه هیچ تعلق خاطری در جایی دارم، در مسائل تاریخی میهنمون که میرسه بحث داریم میکنیم. یا آقا اساسا من هر کسی بیاد، مگر اون همه آدم ها تو همینجا گفتن آقا فلانی نظره نمیدارم مخالف رضا پرد داره، من خوب داره که داره، حقشه، باید نظراتشون رو مطرح کنه. اینجوری نیستش که باید تکصدایی باشه که یا هرچی من فکر میکنم درسته که نه. بعدت صحبت هم اینه که ببینید اگر یک نقدی هست، در هر صورت این بایستی محترمانه باشه. شما هی اصرار دارید ولی مثل که متوجه نیستید که جمهوری خواهی سلطنت طلب یعنی چی. این توهینه، اگر متوجه نیستید این توهین. حالا از این میگذریم. ببینید اساساً به نظر من قضیه رضا شاه یا کودتای 1299، من قبلا هم گفتم هیچ یک از ابتکارات سیاسی فی نفسه خوب یا بد نیست، اون چی که نتیجه اون میشه خوب یا بده. بسیاری اگه دیده باشید آقا میان میگن انقلاب 57، عده میگن قیام 57، و همین نیروهای چپ ما داریم میگن قیام 57، چون انقلاب مثلا خودشون به قدرت نرسیدن، یه نیروی دیگه به قدرت رسیده، اون تحول انقلاب نمیدونن، فکر کنم مثلا باید انقلاب حتما خودشون به قدرت برسن، چون خودشون به قدرت نرسیدن قیامه، اگه خودشون به قدرت میرسیدن میشد وقت انقلاب. نه اینجوری نیست. و نکته بعدی، ببینید نکته بعدی اینه که ادهی فکر میکنن شورشه، بلواس، نمیدونم فتنه است. نه، هیچ کدوم از اینا نیست، نه شورشه، نه بلواس، نه فتنه است. اگر واقعا جوری تصور میکنید که یک نظامی، نظام پادشاهی با یه شورش و با یه بلوا سرنگون میشه، این چیزی به اون نظام اضافه نمیکنه، کم میکنه. نه، انقلاب هم نه مثبته نه منفیه، انقلاب در واقع یه تحولی رو میگن. خب حالا این تحول میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، میتونه سیر قهقرایی طی کنه، میتونه سیر پیشرفت رو طی کنه. کودتا هم میتونه، دفعه قبل هم گفتم کودتا 1299 یک اقدام مثبت در تاریخ ایران که ایران رو نجات میده، ایران رو از ورطه نابودی نجات میده، ایرانی که شیرازش از هم پاشیده، ایرانی که اساساً تقریباً وجود خارجی نداره، این ایران رو احیا میکنه. و شما برید نگاه کنید ببینید تمام مظاهر مدرنیت رو رضا شاه در ایران ایجاد میکنه که نمیتونیم چشمون رو بینا ببندیم. قبلش چی بوده میتونیم بگیم؟ خب شما برید 1285 تا 1299، 14 سال ببینید، 14 سال، 1285 تا 1299، 14 سال شما ادعا میکنید، منظورم کسانی که مخالف این دیدگاه، ادعا میکنید که آقا جان مشروطیت بوده، دوران مشروطیت بوده، دوران نمیدونم باید حتما پیشرفت بشه دیگه. شما نگاه کنید 1285 تا 1299 یک کارنامه ارائه بدید. خب بعد از همون 1299
از 1104 که رضا شاه شد پادشاه نمیگم، از همون 1299 تا 1320 20 ساله بنده یه کارنامه از اینجا میام ارائه میدم. خب ببینید زمین تا آسمونه، بعد هی اونو میگی مشروطیت، بعد رضا شاه اومد مشروطیت رو نمیدونم آرمان های مشروطیت خیانت کرد. اونایی که خدمت کرده بودن با آرمان های مشروطیت، میتونید شما یه بیلانی از کارهای مثبتی که انجام داده بودن بدید؟ میتونید بگید کدوم کار مثبت رو برای عملی کردن شعارهای مشروطیت انجام داده بودن؟ نمیتونید که، نیست آخه، جز این که ایران از بین رفته بود، جز این که شعاره که در جامعه بود اینی که فلانی به مشروطیتش رسیده، یعنی به همه اون چی که میخواسته رسیده و بی قانونی و بی ناامنی قوغا میکرد. حتی اون نظم سابق استبدادی هم نبود، یک در واقع کشوری از هم پاشیده، هر طرف هم یه نفری علم جدایی دست گرفته، درسته؟ بنابراین این رو باید توجه کنیم که در عرض 20 سال و 16 سال حکومت پادشاهی رضا شاه ایران از زمین بلند شده. خیلی واضحه ایران از زمین بلند شده. این اون چیزی که باید بهش توجه کنیم. اگر میخواییم رضا شاه رو نقد کنیم، خب آقا کاری نداره که، میتونیم این موارد رو هم بیاریم به داوری بگذاریم. ما که نمیتونیم همش همون حرفایی که رژیم میزنه و در طول این سالیان میزدیم و ایران امروز به ورطه نابودی رسیده همه اونا رو تکرار کنیم که. رضا شاه کسیه که در واقع این کشور رو به نظر من از زمین بلند کرده و همینقدر باید او رو گرامی بداریم، پاس بداریم. ایران نوین رو رضا شاه ساخته. ببینید ما اگر ملتی به نظر من تبدیل شدیم که در مسیر رشد قرار گرفتیم و هنوز جمهوری اسلامی نتونسته ما رو و ملت ما رو و فرهنگ ما رو نابود کنه، از دوران رضا شاه. ببینید امروز در کشور ما 30,000 نفر سال نو رو در حافظیه جشن گرفت. مقبره حافظ رو، مقبره سعدی و مقبره فردوسی و مقبره نمیدونم خیام رو چه کسی درست کرد؟ کی به فکر این سرمایه های ملی ما افتاد؟ کی اینا رو گرامی داشت؟ چرا به این چیزا توجه نمیشه؟ برید نگاه کنید ببینید تحقیقاتی که راجع به حافظ صورت گرفته در چه زمانی بوده و از سوی چه کسانی بوده و چه کسی. ببینید این، خب آقا مگه حافظ تازه فوت کرده بوده یا مگه حافظ تازه در واقع مورد عنایت مردم ایران قرار گرفته؟ چرا رضا شاه شروع کرد؟ چرا فردوسی رو رضا شاه شروع کرد؟ چرا برای همه اینا رضا شاه مقبره درست کرد؟ چرا قبلی ها نکردن؟ خب یعنی یک در واقع این پاس داشتن فرهنگ ایرانی است. رضا شاه اگه میره ایران رو، کلمه ایران رو میره به تنبه در واقع مجامع بین‌المللی میگه شما موظفید از این به بعد در مکاتبات رسمیتون از نام ایران استفاده کنید، چون میفهمه، چون فرق بین ایران و پرشیا رو میفهمه و چون به اصالت ایرانی باور داره و به اون اصل برمیگرده و اتفاقا چون فکر میکنه ایران نیاز داره به یه پایه های فرهنگی، میاد روی حافظ، میاد روی سعدی، میاد روی فردوسی، میاد روی خیام. خیلی واضحه اینا.
حالا خدماتی که به نمیدونم سازمان نقشه برداری میکنه، نمیدونم ثبت احوال میکنه، ما نه شناسنامه داشتیم نه یه دونه سند، اموالمون سند داشت نمیدونم، و هیچی نداشتیم، نه شهرداری، نه به قول معروف بلدیه، نه نظمیه، ادبیه، هیچ کدوم از اینا نبوده. اینا رو همه رو رضا شاه درست کرده بابا. قوانین گمرکی اصلا، ببینید قانونایی که در زمان رضا شاه پایش رو گذاشتن. اینه که نگاه کنید، ما وقتی میخواییم به این اصل برگردیم بایستی بیاییم این رو تقدیر کنیم، ملاحظه میکنید، بایستی بیاییم اینا رو، ارزش ها رو روش پافشاری کنیم. من قبلا هم گفتم آقا ما همه تاریخمون رو بخوایم نفی کنیم، کوروش و داریوش و فلان، اصلا شما نگاه کنید چپ ایران همه تاریخ ایران رو نقد میکنه، چون همه تاریخ ایران به سلطنت گره خورده. بعد تنها چیزی که با جمهوریت گره خورده میتونن بهش افتخار کنن نظام نکبت اسلامی است، وگرنه شما میخواید تاریخ کشورتون رو نقد کنید چی میمونه برای کشور؟ مگر فرانسویایی که جمهوری دارن، مگر ناپلئون رو نفی کردن، مگر هانری رو نمیدونم، لویی 14 نمیدونم، هانری فلان و فلان و فلان و نمیدونم دورمان و فلان رو نفی کردن؟ پس این فرانسه چجوری درست شده؟ مگه ببینید، مگر کشورهای دیگه ای که جمهوری هستن مگه نفی کردن؟ آخه ما تاریخ کشورمون 2500 سال تاریخ داره، میخوایم نفیش کنی؟ چجوری؟ خب کردیم که خمینی اومد تو این کشور. اگه تاریخمون رو نفی نکرده بودیم که خمینی حاکم نمیشد که. اگر رو پایه های ملی میرفتیم، اگر رو ارزش های ملی میرفتیم که خمینی نمیومد به ما حاکم بشه که. اسلام که نمیرفت تنوره بکشه از 1400 سال از چادر بیاد ما همه بیفتیم دنبالش. قربونتون، ببینید این داستانه، اینجاست که ما باید بهش توجه کنیم. بله، بسیار ممنون شما. عرضم به حضورت که من یه چند تا نکته به یادم اومد به عرضت برسونم، و اون اینه که من اینجا فکر میکنم تنها رسانم که راجع به همین موضوع تاریخ و جغرافیا و ادبیات پایفشاری میکنم و میگم اینا سه عنصر پیشبرنده ملت ها هستن، و هر ملتی که میبینی جلوه به خاطر اینکه تاریخ و جغرافیا و ادبیات رو پاس داشته. در مورد این داستان که شما فرمودید، یه نکته دیگه هم در مورد بحث قبلی بگم. من جز نادر دوباره نادر کسانی هستم که تو رسانه بودم و نه امروز، سالهای 2002 3 اینها اعلام کردم که آقا این که شما مخالفت میکنید با لفظ شاهزاده خب غلطه، برای اینکه ایشون پسر شاه طبیعتا شاهزاده است، و این که نمیشه جنگید و باید بپذیریم که او شاهزاده است و باید این لفظ رو به کار بریم. مسئله بعدی که باز دوباره شما اشاره میکنید، خب در یه دوره هایی مثلا فرض کنید اشاره به ناپلئون کردی، خب ما میبینیم که در همون دورانی که در فرانسه شور انقلاب هست و داره بحث جمهوری میشه، نسیمش که به ایران میرسه یه هم میبینیم که آقا محمد خان ببخشید کریم خانی پیدا میشه و میگه که من وکیل و رعایا هستم، همین لفظ رئیس جمهور در حقیقت، و بعد البته زورش نمیرسه میزننش، همین شرایط که الان ما داریم دوباره میرزن سرش کتکش میزنن و از بین میره. و در مورد رضا شاه و این ناسیونالیسم، خب میبینیم که دوره است که در تمام دنیا این بحث ناسیونالیسم مطرحه و تا به افراط میرسه، و ما شاهد جنگ جهانی دوم هستیم که پایه در همین افراط داره. و یعنی اینا همه نسیمه که در دنیا همه رو به همدیگه پیوند میده و به هم وصلشون میکنه، و من اینطوری فکر میکنم. بازم ممنونم ازت که توضیح دادی، متشکرم. این صحبت که همین تو برنامه آقای اسانی هم مطرح شد، دارم خود نظر شما رو هم بدونم. این در ارتباط با اشاره کردی فرخ نگهدار و
مقاله‌ای که در انصاف نیوز که یه سایت کاملا معلوم وابسته است و اینها در دفاع از اصلاح طلبان و مطالبی که به هر نوشته و شما حتما اون مقاله رو خوندی، میخوام نظرتون رو بدونم راجع به این مطلبی که مطالبی که این اعلام. بله خب ببین، همین که یه مطلبی اول در انصاف نیوز چاپ میشه بعد در اخبار روز سایت به اصطلاح امروز نمایندگی میکنه چپ ایران، این وضعیت اسفناک این چپ رو میرسه. شما نگاه کنید، از اشرف دهقانی، سایت اخبار روز اصلا اینجوری نیست که سایت اکثریت، نه، انواع اقسام چپ از خوشخیم گرفته تا بدخیم سایت اخبار روز بلندگوشه و مطالبشون از عرض کردم از اشرف دهقانی گرفته تا فرخ نگهدار اونجا چاپ میشه، از راه کارگری ها گرفته جناهای مختلفشون تا حزب کمونیست و تا نمیدونم فلان اونجا چاپ میشه. هیچ کدومشون هم معترض نیستن که ای آقا این بابا بین رفت آمد بین سایت وابسته به بخشی از دستگاه امنیتیه و سایت چپ چه ارتباطی بین این دوتاست؟ آیا شما فکر میکنید در قبل از انقلاب اگر چنین اتفاقی میافتاد، من تو خارج از کشور بودم میدونم، قوغا میشد. اون در واقع جریان، اون حزب، اون حالا موقع سایت نبود ولی اون نشریه یا اون فلان رو اصلا دودمانش به باد میداده. انقدر مرزبندی با رژیم و جناهای رژیم از بین رفته که خیلی به سادگی میتونه یه مطلب مشترک در سایت چپ ایران و سایت رژیم در یک زمان منتشر بشه، اول در رژیم و بعد در اینتر. خب شما ببینید، خود همین مسئله آفرین، خود همین نشون میده که اساساً چپ ایران تنها مرزی که داره با شاهزاده رضا پهلوی است و با رژیم نداره و هیچ حساسیتی به رژیم و سایت رژیم و فلان و اینا نداره. این نشون دهنده حساسیت در واقع چپ ایران، این حساسیت به شاهزاده رضا پهلوی هست و به اونجا نیست. خب اینه اولین موضوع. حالا میایم به مطلب آقای فرخ نگهدار. ببینید، هیچ چیزی تو فرخ نگهدار و توی اکثریت فرق نکرد. همون از سال 58 59 یه ورش داشتن و بردنش دوباره تو سال 1402 و 3، هیچ فرقی نکرد، همون داستان، همون نیروها، همون ترکیب، همون توجیهات، همون داستان سر. قبلا فوش به لیبرال ها میدادن، هنوزم اون فوش به لیبرال ها رو میدن، منتها الان داستان شده اصلاح طلب و نمیدونم فلان جبهه و بعد نگاهشون به قدرت و نگاه به بالا و نگاه درون سیستم. خب شما برید نگاه کنید، برید فرخ نگهد، حالا اولیش انقدر هولنگ حتی براز تاریخی اشتباه میکنه، یاد میگه اصلاح طلب هایی که در سال 68 داشتن جبهه رو تشکیل دادن برای مجلس چهارم، نه آقا جان، اون موقع مجلس سوم بود، سال 68 مجلس سوم، در سال 67 مجلس سوم تشکیل شده در خرداد 67 و در سال 68 مجلس سوم، هنوز 3 سال از مجلس سوم باقی مونده. این اولین نکته ایست که به نظرم بایستی بهش توجه کن. نکته بعدی که حالا این اشتباه میتونه به خاطر عدم توجه باشه، مهم نیست خیلی، ولی نکته بعدی که به نظرم مهمه اینه که شما اگر ملاحظه کنید
ایشون اول از که شکست اپوزیسیون راست رو اعلام میکنه، خیلی جالبه، میگه تو این داستان اپوزیسیون راست هم که میگن یعنی شاهزاده رضا پهلوی شکست خورده، اصلاح طلبها پیروز شدن، قشنگ داره میگه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. از کجا به این متوجه شدن؟ در حالی که مردم فوش و ناسزایی نیست که به دوتا جناح رژیم ندن، میگه اینا پیروز شدن، شاهزاده رضا پهلوی شکست. خیلی جالبه. و اینکه درستش این درصد از رو، یعنی شما هرچی هم یارو رو بزنیش بلند میشه باز میگه من بردم. این پررویی تو همه اینا هست ببینید، و اساسا ظاهرا تو نسل هست. یه حرف خیلی جالبی آقای میسمی میزنه، لطف الله میسمی، راجع به مسعود رجوی میگه آقا ما تو خونه های تیمی برای اینکه ورزیده بشیم کشتی میگرفتیم. میگه این مسعود رجوی هی میخورد، هرچی ضربش میکردن بلند میشد اینجوری اینجوری میکرد، میگه اینه که زده، این فن کمر بود، نمیدونم فن، یعنی میگه اینه که خورده بود پشتش به زمین رسید، میگه این فن کمر بود، یعنی فن پشت، یعنی بردم، یعنی حاضر نبود در زمانی که باخته بود به پسیر باخته. حالا نکات ایناست، هیچ کدومشون حتی در لحظه شکست هم حاضر نیستن شکست بپذیرن، تازه میگن ما پیروز شدیم، طرف مقابل اون شکست خوردیم. حالا چجوری اینا آمارگیری میکنن؟ والا من موندم. نکته بعدی جالبه، شما نگاه کنید همه این نوشته فرخ نگهدار رو نگاه کنید، یک دونه نقد نه به چین هست نه به روسیه. یعنی شما اساسا توی این آقا بالاخره این روسیه، اقدامات روسیه، اول از اون که چجوری کمک میکنه به راستترین جناهای رژیم، جناه نظامی گرای رژیم، و چجوری کشور رو در لبه پرتگاه میبره، اساسا هیچ کاری به این نداره که در واقع کشور میتونه مشکل براش ایجاد بشه، به خصوص در ارتباط با موضوع دخالت در جنگ اوکراین میتونه کشور رو با مخاطرات جدی روبرو کنه، اصلا کاری به این نداره. اساسا روابط به نزدیک با چین به هیچ وجه کمک نمیکنه به اینکه رژیم حالا به کره شمالی و چین در مواضع ضد دموکراتیک خودش اونجا مصر بشه. اصلا شما نمیبینید دوباره فوش و فضیحت به اروپا و امریکا و غربه. نکته جالب توجه اینه که دوباره فوش و فضیحت سر چی؟ حمله اسرائیل به فلسطین. حالا خیلی جالبه این حمله اسرائیل، جنگ اسرائیل علیه فلسطین. آقا این جنگ رو که 7 اکتبر حماس شروع کرده، شما یک کلمه از حماس نمیبینید، نقش مخرب رژیمی وسط نمیبینید. ببینید اینها تماما بیانگر اینه که اینا از تاریخ درس نمیگیرن. فرخ نگهدار شرم نمیکنه از رفقایش که همینا در همدستی با هم دارشون زد. فرخ نگهدار درس نمیگیره که موقعی که حزب توده دستگیر شد، اول از همه این آقای میرحسین موسوی بود که تبریک گفتا، خامنه ای و رفسنجانی خاطرات انتشار یافته است نقشه میکشیدن برای چگونگی برخورد با اینها. در کشدار 67 هم ببینید بیشترین ضربه رو در میان گروه های چپ حزب توده خورده و اکثریت ها از خون رفقاشون شد، از خون رفقاشون شد، از ببینید مصیبتی که خانواده هاشون کشیدن شد.
اینه داستان. و اینکه همچنان نگاهتون به قدرته، همچنان روی همون سیاهکاری های 45 سال گذشته پافشاری میکنه. دقیقا شما نگاه کنید، مواضع حزب توده در سال 58-59، مواضع اکثریت در سال 59 تا فلان رو امروز دوباره تاکید میکنه، امروز دوباره باز تولید میکنه. هیچ چیز جدیدی شما در نوشته فرخ نگهدار نمیبینید. به همین دلیل میبره به سایت رژیم. خیلی واضحه. ببینید اینا نزدیکی خودشون رو به جناهای رژیم میبینن، به همون آدم کشان میبینن، به رضا پهلوی نمیبینن. اصلا اینا کاری ندارن رضا پهلوی چی میگه و چی کار میکنه. بعد این میشه اپوزیسیون راست، احتمالا اپوزیسیون چپش هم میشه رژیم دیگه، کاری نداره، چون در مقابل راست ما یه چپ داریم دیگه. اینا که خودشون چپ، اپوزیسیون راست شکست خورده، حالا میگه اصلاحات پیروز شده. خیلی جالب توجه بدید. ببینید اینه اون سیاه کاری. من نمیدونم چرا ما در واقع آرزوهای خودمون رو، آمال خودمون رو در این میبینیم که حتما اون چیزی که ما میخواییم پیروز شده، طرف مقابل اون شکست خورده. اصلا کار نداریم به اون چیزی که در جامعه اتفاق افتاده. اصلا برابر این اون چیزیست که به نظر من باید فرخ نگهدار رو درش دید و هیچ چیز جدیدی نیست. شما یک کلمه حرف جدید در فرخ نگهدار رو پیدا نمی‌کنید. بسیار ممنون و متشکر از شما. ممنون. آقای مصباحی، از اونجایی که شما، من صداتون رو نمیشنوم آقای. ببخشید. از کدام، از اونجایی که شما به هر شناخت بیشتری داری و کوشش کردی که چهره های این نظام رو، چون میخواستم بگم چهرهای فاسد ولی فوری فهمیدم که نه، این غلطه، این چون که این بنیادش اصلا فساده، چهرهای این نظام رو به حال معرفی بکنی، اونایی که حتی کسانی که شناخته شده نبودن، حتی کسانی که تصاویرشون رو اشتباه میگفتن، اسمشون رو اشتباه میگفتن. شما بسیار کوشش کردی که اینا رو در حقیقت اصلاح کنی، معرفی کنی، جامعه بشناسه با چه هیولاهایی این روزخونها چه هیولاهایی هستن. من میخوام نظر تو راجع به همین دلیل این سوال از شما میکنم. میدونم که شناخت داری. این داستان فساد این خانواده، نمیدونم یه روزخونی به اسم صدیقی که میگه 1000 میلیارد نمیدونم پول دزدیده، این داستانش چیه؟ ببینید آقای بهبانی، همونجور که خودتون گفتید این فساد رژیم فساد سیستماتیکه، علیرغم اینکه خامنه‌ای میکوشه این رو نفی کنه، این فساد فساد سیستماتیکه و تار و پود رژیم با فساد گره خورده. ببینید مثلا الان میخواد کی به این رسیدگی کنه به این فساد الا محسنی اژه‌ای. محسنی اژه‌ای خودش یه فاسد تمام عیاره. مگه معاونش رو ندیدید محمد مصدق کهنمویی؟ بچه هاش تا خرخره تو فساد بودن. ببینید یه خورده برید اون ورتر، مگه لاریجانی رو ندیدید دست راستش اکبر طبری؟ ببینید تا کجا توی فساد بود طبری. ببینید این هر کدوم از اینا رو شما برید نگاه کنید، امروز فلاحیان تو فساد غرقه. بعد فساد اخلاقی، فساد مالی، نمیدونم اقتصادی، همه جور فساد. و خامنه‌ای دست اینا رو باز گذاشته. شما نگاه کنید وقتی که سر پرونده آقای مهافرید خسروی اون نامه رو ایشون نوشت به بیت رهبری، نامه 100 صفحه‌ای،
آقای مهافرید خسروی وقتی نوشت به بیت رهبری، یعنی به خامنه ای، و توضیح داد مسائل رو و مشکلاتش رو عنوان کرد، بلافاصله یعنی به کشتنش. چرا؟ برای اینکه نتونه بیشتر حرف بزنه. من نامه 100 صفحه‌ای آقای مهافرید خسروی به خامنه ای رو دارم، عینش رو دارم. خب و این نامه رو من خوندم همش. توضیح میدی که تو بیت بودم چی شد، شما چی گفتید تو بیت، چی گفتن، نمیدونم اینجا چی شد، اونجا چی شد، همه رو توضیح میدی. من همین نامه رو کامل شدم، دستخط خود مهافرید خسروی دادم. خب الان امنیتی ها اینجا نشستن دارن نگاه میکنن اینا کجا داره. خب بالاخره اینا منم دارم دیدم. میخوام بگم اینه که خدمتون، خب رژیم از ابتدا برای اینکه بیاد آدرس غلط بده، یه عده‌ای رو دراز میکنن، یه عده‌ای تو رژیم که هم دست خودشونن همیشه قربانی میشن. از اون جزایری یادتونه؟ بعد اومدن مهافرید خسروی بدهیاشو که داده هیچی، یعنی یه چیزی هم بیش از بدهیاش داره، ادامش میکنن. شما برید نگاه کنید چه جنگولک بازی سر بابک یارو حق باز در آوردن، چند میلیارد خود. بله، بابک زنجانی، برید نگاه کنید برید چی کار کردن، چند میلیارد بوده. حالا اصلا معلوم نیست این پولا کجا بود، با چه پول، با چه دلار و چه چند حساب کردن، چه جوری حساب کردن، میگن داده تموم شده بود. هیچ. ببینید مشکل اینجاست به نظر من. این چیزیه که باید ما بهش توجه بکنیم. واقعا فساد در رژیم نهادینه است. یعنی اصلا شما صبح که بلند میشی، اگر بخوای کاری انجام بدی، حتما باید به نوعی از فساد آغشته شی، و یعنی اصلا کار پیش نمیره. شما نگاه کنید رژیم یک فرهنگ دروغ، فرهنگ ریا، فرهنگ تملق رو رشد داده از یه طرف، بعد فساد از طرف دیگه، خب و بعد خرافات. شما نگاه کنید همین یارو مردک صدیقی چجوری اومده بالا، یه جانی بوده، یه آدم کش بوده، از مقام شهر دهه 60 بوده، قتل چقدر داده، بیرحمی چی کار کرده. رولا حسینیان میگه احکام اعدام شما رو دیدیم، چه احکامی دادید. رولا حسینیان خودش یه آدم کش آدم خور بود، نگاه کنید اینو تقدیر تشکر میکنه. اینم میگه برای آخرت اگر شیراهی ما فراهم کرده باشی، همون احکامه، یعنی یعنی افتخارش به اون احکامیه که صادر کرده. رئیسی هم افتخارش به جنایاتی بود که انجام داده و کشتار 67 بود. پور محمدی هم دیدید که میگفت من یک شب نشده که مشکل بخوابم، افتخارش به کشتارش بود. رازینی هم همینطور. این آدم کشا اساساً به خاطر همون دست داشتن در اون جنایاتی که دستشون در فساد بازه. بعد ایشون چجوری میاد بالا؟ میاد نزدیک میشه به خامنه ای، تملق میگه، دروغ میگه، میاد میدونید این همه داستان درست میکنه برای اینکه خامنه ای ارتباط داره، خامنه ای با امام زمان ارتباط داره، قبلا نمیشناخته، حالا میشناسه، حالا نمیشناخته، قبلا میشناخته، امام زمان ناشناس برش حاضر میشه، آقا نمیشناسه، و از این مزخرفاتی که هر روز میگه. خب نگاه کنید این چیزاییست که میگه. خامنه ای خوشش میاد. خامنه ای مگر نبود اون سعیدی برگشت گفتش که وقتی که از مادر زاییده شد اومد بیرون گفت یا علی، قابله گفت علی نگهدارت باشه، من یادتون نیست؟ خب اون برید ببینید چقدر حسن و مقام داره سعیدی امام جمعه قوم. و چه میدونم
آستانه حضرت معصومه در اختیار اوست. میدونید یعنی چی؟ میدونید یعنی چقدر اوقاف؟ میدونید یعنی چقدر پول؟ میدونید یعنی چقدر قدرت؟ به خاطر همین چاپلوسی ها و همین مزخرف گویی هاست خود این بابا. وگرنه کسی نمیگه اولا اونجایی که اینا کردن حوزه علمیه ازگل، خب میدونید اونجا پارک قرار بده بشه، پارک و با حقه بازی و با همین کارهایی که میکنن تغییر کاربری دادن، کردن حوزه علمیه. چرا؟ چون خوش آب و هواست، چون در جای بسیار بسیار خوش آب و هوای تهران قرار داره، در شمال شرقی تهران قرار داره و زمین های اونجا گرونه. و بعدم میگه چی؟ میگه ما میخوایم طلبه اونجا درست کنیم. خب طلبه مگه تو جلو شهر نمیتونستی درست کنیم؟ که مگه نمیگه علی ابن ابی طالب نمیدونم با فقرا بود؟ خب اینا برن درد فقرا رو بفهمن، چرا برن بالاترین نقطه تهران در خوشاب و هواترین نقطه تهران که به قول خمینی مرفهین بی درد، برن چرا تو کنار مرفهین بی درد چرا نمیرن در مستضعفین نمیدونم پر درد؟ خب این نشون میده یه اشرافیتی در این نظام نکبت شکل گرفته و چجوری اینها از فان نعمت برخوردارن. و بعد شما روز روشن میبینید باغ 4200 متری رو به نامش کردن، بعد میاد میگه آقا نمیدونم امضای منو جعل کردن. آقا کجای دنیا امضای آدمو جعل میکنن که مالو به نام آدم بکنن؟ آقا امضای آدمو جعل میکنن مالو بفروشن، مالو به نام دیگری کنن، نه اینکه امضا آدمو جعل کنن مالو به نام خود آدم بکنن. آقا کجای دنیا هم چه اتفاقی افتاده؟ و بعد شما نگاه کنید تمام دستگاه نظارتی سکوت میکنن. اساسا چرا دستگاه نظارتی قبلا وارد نشدن؟ چرا خود همیشون قبلا نرفته شکایت میکنه؟ چرا وقتی که آقای یاشار سلطانی یه روزنامه نگار اینو افشا کرد این داستان ها پیش اومده؟ چرا بعد از روشنگری ایشون اینا به تک و تاب افتادن؟ یه نامه نوشته به دادستان میگه اقدام کن. مگه دادستان باید اقدام کنه؟ ایشون که قاضی بوده میدونه ایشون باید بره تو دادگستری، باید بره نزد دادستان، باید بره اونجا رسما ثبت کنه و بعد اونجا باید بره انجام بگیره. و یه همینجوری به دادستان میگه، دادستان خودش میره سر مال شخصی و دادستان میره اقدام میکنه. ببین این حتی خودش میدونه یه حقه بازی بیشرمیه، حتی جائلی که امضای این جرگره حاضر نیستن اسمشو بگن. ببینید چجوری ملت رو میگیرن و در واقع همه اعوان و امثالشون رو راجبشون صحبت میکنن، بعد راجب خودشون که میرسه حتی حاضر نیستن اسم جائل رو بیارن. آخه مگه میشه یه نفر بره امضای آدم رو جعل کنه که مالو به نام بنده بکنه، با دوتا پسرم با دخترم بکنه در واقع منشی اونجا؟ ای بابا مگه همچین چیزی تا رو سابقه داشته در جایی؟ بعد مگه ممکنه تو محضر باید شما بری محضر بری انگشت بزنی؟ اون محضر رو چرا نگرفتن؟ اون محضردار رو چرا نگرفتن؟ محضردار مگه میشه من به جای کسی امضا کنم؟ آیا کسی دیگه این محضر میره؟ خود فرد نباید بیاد اونجا محضر، تو محضر خود او نباید بیاد اونجا انگشت بزنه یا امضا بکنه؟ چجوریه مال اینا که همه چی به اینا که میرسه همه چی تغییر میکنه؟ و ببینید خب این نشون میده که این سیستم توه فساد غرقه، غرقه. اصل ماجرا به خود خامنه ای برمیگرده. خامنه ای دست اینا رو باز گذاشته و اینا هم همشون میدونن که باید چی بگن، چطوری بگن و به چه شکل بگن تا از حاشیه امنیت برخورد بشه. من به شما قول میدم که این فساد به زودی از یاد میره، مثل دیگر فساد سرش رو زیر گل میکنن، مثل دیگر فساد. نهایت نهایت نهایتش بی سر صدا ایشون مثلا دیگه نماز جمعه تا مدتی نمیره یا از نماز جمعه استعفا میده، نهایتش اینه دیگه. آیا با دیگران هم اینجوری برخورد میشه؟ آیا کسی کلاهبرداری کنه اینجوریه؟ آیا کسی در واقع مال دیگری رو به نام خودش کنه، اموال عمومی رو به نام خودش کنه اینجوریه؟ حتی اگه برگردی خلاف نیست؟ اوه نشون میده که چاقی دست خودشو که نمیماره که. ولی از یه طرف دیگه خوبه. چرا؟
برای اینکه مردم سنگا خودشون رو با اینا باز میکنن، در واقع مردم متوجه قضايا میشن، تتم آبروی اینها هم میریزه، یعنی حتی در درون خود سیستم هم الان خیلی ها مسئله دار میشن، خیلی ها که حتی پشت سر اینا رفتن نماز خوندن، یارو که 8 کلو نوشه مسئله دار میشه، وقتی میاد میشنوه 1,000,000,000,000 به نام خودشو بچهاش کرده، میگه ای چطوریه من برای 1,000,000 گیرم، بعد اون موقع این بابا 1,000,000,000,000 رو با یه سر قلم میزنه به حساب خودش. میدونید اون هتل تو مشهد دارن ماهی 1,000,000,000 تومان فقط اونجا دارن اجاره میگیرن، و یه سالی 12 میلیارد فقط یه جاش داره میگیره. خدا میدونه اینا چقدر این برابر دارن لفت و لیست میکنن، خدا میدونه این برابر چقدر اینا بالا کشیدن و بالا میکشن. و خب حتی اونایی که در درون خود سیستم هستن هر روز از اینا فاصله میگیرن، و به نظر من از این بابت این روشنگری ها خوبه و موثره. نه اینکه او چه خوب شد رژیم اومد مردم همه فهمیدن اینا اردوغان و دوز دارن اینا، نه، ما میتونستیم مسیر دیگه این بود، ما میتونستیم این فاجعه رو تجربه نکنیم، اما متاسفانه به خاطر اشتباهاتمون کردیم. از ماست که بر ماست. عرضم به حضورت که بذاری یه تشکر بکنیم از شما و بعد بپرسم از شما که سوالت خیلی زیادی بود در این مورد، که شورای حقوق بشر در حقیقت تشکیل جلسه داد و ما دیروزم با آقای دکتر مسائلی قدر رجبش حرف زدیم، نگاه شما رو هم بشنویم. بله، عرض کردم که شورای حقوق بشر تشکیل جلسه داد و گزارش کمیته حقیقتیاب رو مورد بررسی قرار داد. از اونجایی که شما با این سازکارها آشنا هستی و تو این راهروها از این اتاق و اون اتاق دویدی، میخوام ببینم روند این ماجرا رو چجوری میبینی. خوشحال میشیم بشنویم. بفرمایید. ببینید آقای بهبهانی، به نظر من گزارش این گروه تحقیق یه اتفاق خیلی هم مثبت. ما قبلا گروه تحقیق به این ترتیب نداشتیم و این اولین باری که گروه تحقیق راجع به ایران تشکیل شده و این گروه تحقیق گزارش داده. ملاحظه میکنید خود این گزارش هم به قدر کافی قوی هست و روی نکات بسیار بسیار درستی انگوش گذاشتی، اما بایستی این رو توجه داشته باشیم که خب بهای سنگینی پرداخته شده. میدونید به خود همین گزارش میگه 500 بیش از 550 نفر کشته شدن، و حداقل خود این گزارش میدونیم که تاکید زیادی داره روی جوانهایی که آسیب دیدن، دخترانی که آسیب دیدن، پسرانی که آسیب دیدن و چشمشون آسیب دیده، بدنشون آسیب دیده، شاهدان زیادی که اونجا بودن. میدونید خب تعداد 6 نفر از شاهدان رو من دیدم، اون گفتگویی که باهاشون شده بود من دیدم. خب خیلی جالب بود، خود شاهدین هستن، از نزدیک میتونن شهادت بدن، شهادت اینا موثره. به نظر من اتفاقا این گزارش با توجه به اینکه شاهدین زنده داره، ببینید مثلا وقتی که کشتار 67 صورت می گرفت ما اینقدر شاهد در آن واحد نداشتیم که بتونن بیان توی کمیسیون حقوق بشر مثلا شهادت بدن، خب جزئیات رو مطرح. خب امروز هم به مدد فضای مجازی هم به مدد تقویت رسانه ها خب این امکان فراهم شده، این عزیزان هم هستن میتونن شهادت بدن و شهادت مستقیم اونها بسیار مؤثره در نتیجه گیری هایی که خود این هیئت تحقیق میکنه. پس بنابراین ما بایستی گزارش هیئت تحقیق رو به فال نیک بگیریم. ببینید آقای بهبهانی، این گزارش میتونه در واقع
یک مبدعی باشه یا یک آغازی باشه برای اینکه ما بتونیم روی این بعدا کار بیشتری انجام. چون ببینید گزارش خود کمیته حقیقتیاب با توجه به ترکیبی که توی شورای حقوق بشر هست و این شورای حقوق بشر در واقع قدرت اجرایی نداره، کار عجیب و غریبی نمیتونه انجام بده. البته میدونید موقعی که میخواستن شورای حقوق بشر درست کنن، ابتکاری که امریکایی ها داشتن، قدمی ها داشتن، خود کوفی انان داشت، در واقع این بود که تجربه کمیسیون حقوق بشر و سو کمیسیون حقوق بشر رو شکست خورده میدیدن و میگفتن آقا این کشورهای ناقض حقوق بشر میان اونجا، اینم که قدرت اجرایی نداره، بعد اینا با جبهه بندی که میکنن و با یارکشی که میکنن میتونن از زیر بار محکومیت در برن، تا زدی محکوم بشن رو هوا میمونه. و اینا اومدن این داستان شورای حقوق و اونا رو اون مکانیزم قبلی رو منحل کنن، یه مکانیزم جدیدی ایجاد کنن، همین شورای حقوق بشر بود. و منتها همین کشورهای ناقض حقوق بشر اینها با یارگیری هایی که کردن، تعداد زیاد کشورهایی که اینها حکومت های دیکتاتوری یا ناقض حقوق بشر یا جهان سومی رو تشکیل میدن، یه بلوک قوی هستن و اینا تونستن تو این یارکشی ها در واقع این شورای حقوق بشر رو از حیز انتفاع بندازن. و اهداف اولیه ای رو که خود کوفی انان هم در ذهن داشت، این اهداف رو در واقع به نوعی سرش گل کنن، ملاحظه میکنید، و خدشدار بکنن و اساسا منحرف بکنن خود این سمت و سوی این تلاش ها رو. و این چیزیش که حالا امروز شورای حقوق بشر هست و خیلی تفاوتی نمیکنه با اون کمیسیون حقوق بشری که قبلا بود، قدرت اجرایی هم نداره. بنابراین خود این گزارش که به نظر من گزارشی است قوی، زبانی به کار برده درش قویه، فاکت هایی که ارائه داده قویه، اینا چیزهایی است که ما تا حالا نداشتیم. ما تا حالا یه همچین گزارشی در سطح بین المللی نداشتیم. و چون این نهاد وابسته به سازمان ملل متحده، اهمیت اونو دو چندان میکنه. و اینجاست که به نظر من وظیفه ما دو چندان میشه. ما نیروهای مدافع حقوق بشر، دادخواه و حتی اپوزیسیون ایران، این به نظر من بایستی روی این مسئله کار بشه. گروه های سیاسی باید کار کنن، گروه های حقوق بشری کار کنن و دادخواهان بایستی کار کنن تا بتونن اینو مؤثرش کنن. ملاحظه میکنید دارید خود همین عزیزانی که رفتن در این کمیسیون شرکت کردن یا در گفتگوهایی که ما میبینیم در رسانه ها با اینها میشه، مثلا رسانه های مختلف باشون گفتگوی ویژه کردن، از آقای کسرا ناجی بی بی سی باشون مصاحبه داشت که خب به نظرم خوبه، مسیح علی‌نژاد در واقع گفتگو داشت با اینها که خوبه، خود گفتگو اماش مهمه. ولی این که در واقع میخواییم چی کار کنیم. ببینید آقای بهبهانی، خب این دوستانی که میرن شهادت میدن خودشون که متوجه نیستن که خب اینا از ایران اومدن و متوجه ساختار سازمان ملل، متوجه ساختار شورای حقوق بشر، متوجه ساختارهای بین‌المللی نیستن. یک، متوجه کسانی که به خود به اینا نزدیک میشن هم نیستن و حتی خیلی موقع ها نمیدونن که افراد از نزدیک شدن به اینها مطامع سیاسی دارن و نه مطامع حقوق بشری، و اگه استفادهشون از اینا تموم بشه قشنگ یادشون میره. ملاحظه میکنید؟ نگاه کنید، من چند تا نمونهش رو خدمتتون میگم. مثلا میگم اگر خانم مسیح علی‌نژاد، خب تجربه گذشته نشون داده ایشون به محض اینکه
استفاده سیاسی خودش رو ببره، از اون افراد چیه عبور میکنه، اصلا براش مهم نیست. شما مثلا الان میبینید که ایشون خب خیلی مادران نمیدونم آبان و اینها رو داغدار و فلان اینا میافته، خب ولی خب بعدا وقتی که داستان تموم میشه از اینا عبور میکنه، میره داستان جدید، میره که یه جای دیگه. و همین جوان هایی که ملاحظه میکنید اومدن، خب خانم مسیح علی‌نژاد برای اینکه بره تو رسانه ها، برای اینکه بره توی نهادهای قدرت، برای نزدیکی به نهادهای قدرت، سعی میکنه خودشون رو مرتبط با اون که در داخل ایران میگذره نشون بدن. چجوری خودشون مرتبط نشون میده؟ از طریق همین افرادی که اومدن خارج کشور، از این که بله مثلا اینا به من نزدیکن، بله ما در کنار هم بودیم، بله ما ارتباط داریم. و بعد خب حالا مطامع سیاسیشون که تموم شد، این افراد یادشون میره ها. ببینید خانم مسیح علی نژاد بالمثل، شما ملاحظه کنید وقتی که پروژه های قبلی که داشته جدر طور با مکرون و و و آیا ایشون احساس مسئولیتی راجع به سوژه ها کرده؟ اون رویا دختر جوانی که مادرش از دست داده بود در پروژه آقای مکرون که اونجا بردن پیش آقای مکرون، آیا خانم مسیح نژاد راجع به سرنوشت اون دختر دیگه پیگیری کرد؟ اصلا اهمیتی براش داشت؟ نه، فقط براش مهم بود که از این سوژه استفاده کنه که من ارتباط دارم با دختری که مادرش از دست داده، پس من تو جامعه ایران ارتباطاتی دارم. ولی بعد که تموم شد دیگه همه چی یادش میره، حتی مسائل انسانی. یعنی این راجع به این افراد هم میتونه باشه، باید توجه داشته باشن که در واقع از اینا میشه استفاده درست کرد. ببینید آقای بهبهانی، به مثال عرض میکنم، ما در همین پرونده حمید نوری، خب مگه کم داغدار هست یا جان به در برده از کشتار 67؟ خب شما ملاحظه میکنید با یه شکایت به درست و به جا، خب در زمان خودش 3 نفر حمید نوری دستگیر میشه. یعنی این افراد میشه ازشون استفاده خیلی مثبتی کرده، از همین 6 نفر که میتونه تعداد خیلی بیشتری باشن، از اینا خیلی میشه استفاده کرد. یه استفاده تبلیغاتی و نمیدونم پروژه‌ایه که خب بله از همه حاضرن از اینا استفاده کنن، همه استفاده پروژه‌ای از اینا میکنن، اما جای جاش آیا میرن؟ آیا در واقع جلو میرن؟ آیا کار جدی میکنن؟ آیا سعی میکنن این رنجی که اینا کشیدن، این بهای سنگینی که اینا دادن رو تبدیل بکنن به یه چیز مادی که ما بتونیم بفهمیم؟ این مسئله مهمه. اینی که آیا ما از اینا فقط برای پیشبرد اهداف خودمون استفاده میکنیم یا نه، درد حقوق بشر داریم، درد دادخواهی داریم و به دنبال این هستیم که از این رنج ها، از این همه قربانی یا فدایی که میدیم، بتونیم چیزی بسازیم که باهاش اعاده حق کنیم، باهاش بتونیم دادخواهی کنیم، باهاش بتونیم رژیم رو در مجامع حقوقی محکوم کنیم، بتونیم در واقع برای مردممون دستاورد داشته باشیم، برای جنبش دادخواهی دستاورد داشته باشیم، همون کاری که تو دادگاه حمید نوری صورت گرفت. اینه که وگرنه صرف این که بخوایم از این رنج ها رو تبدیل بکنیم به روزه، این رنج ها رو تبدیل بکنیم به آه و ناله، اصلا چیزی گیرمونه، میشه فقط روزه خونی. ولی آیا این کافیه؟ البته که یادآوری باید بکنیم، البته که باید مراسم بذاریم، البته که بایستی گرامی داشت بذاریم، اما نباید بمونیم.
بایستی بتونیم از اینها یک دستاورد بسازیم. بله ممنون. بسیار بسیار ممنون. اما در ادامه همین فرمایشات شما دیدیم که شادی سعد اومده ادعا کرده و یقیناً مطمئناً روی سخنش با شماست، هدفش شخص ایرج مصداقیه، تحت عنوان اینکه افراد ناوارد، یعنی ایرج مصداقی اینو باید بذاری ورداری افراد ناوارد و بذاری جاش ایرج مصداقی. در مورد گزارش کمیته حقیقت سازمان ملل، امیدواری کاذب به مردم میدهید. میخوام نظرتون رو راجع به این ادعا بشنم ببینم که این چیه. خب راستش این میگن قبلا میگفتن به مورد رومدی برای کفن جوستری هم میخواد کاهد شادی صدره. اول از اون که خیلی جالبه راستش مولا شادی صدر وقتی که چه میدونم یه مشتی خزعبلات رو توی ایران چه میدونم تحت عنوان حقوق اسلامی و حقوق جزا و از این مزخرفات میخوند، بعد اون تو این راه رو سازمان ملل سفید کردم. خب دو تا کتابم دارم، هم راجع به سازمان ملل متحد دارم، نهادهای حقوق بشریش دارم، مکانیزمهاش دارم، چگونگی تشکیلش دارم، چگونگی تشکیل پروندهش دارم که والله اینا حتی بو هم نکرده. این که یک من راجع به سازمان بین‌المللی کار دارم، میتونم اینا همه کتاب تا حالا هم در زبان فارسی نبوده و پس این کار اول از اون که تجربه فیلم در این زمینه، تجربه کاریم در این زمینه و شناختم از سازمان ملل متحد و سازوکارهای حقوقی، این یک. من همینو میتونم راجع به پارلمان اروپا هم بنویسم و یک کتاب میتونم بنویسم، اونتا چون کار داشتم دیگه ننوشتم. و بعد من تو سازمان ملل هم توضیح دادم و تو سازمان بین‌المللی کارم توضیح دادم که چجوری شما پروژه میتونید پیش ببرید. و من شخصا پروژه های بسیار بسیار مهم و گاه امکان ناپذیر به لحاظ نگاه اولیه رو در سازمان بین‌المللی کار پیش برد. و این رو هم بگم خدمتتون، از 1996 به این ور الان میشه چقدر؟ 28 سال در ارتباط با پرونده های کارگری که برای رژیم اسپشیال پاراگراف اومده، فقط تو سالهایی اومده که من کار تنها خودم نبوده ها، ولی نفر صحنه اجرایی من و باید یک پروژه رو اجرا میکردم و پیش میبردم و این کار کردم و این کار تجربه دارم. تو سالهای بعد نتونستم بکنم و نکردن، اما یه بار کارفرما ها کرد که اساسا نهادیست بین المللی و اساسا رفتی هم به ایران. میخوام این رو عرض کنم خدمتون که پس بنابراین یه آدم با تجربه ای هم توی زمینه و اساسا کارنامه منم قابل، شما بخواید این رو در یک ترازوی بذارید، لااقل با یه آدمی مثل شادی صدر که تا دیروز نماز جمعه رفسنجانی بوده و همه سابقه و افتخارش اینه قابل قیاس نیست سابقه ایشون با من. این بماند کار اجرایش و یعنی مدرک گرفتن از دانشگاه رژیم کردن افتخاری نداره، اینو بماند. نکته بعدیش بیاییم به همین مسئله بپرسیم. من لااقل تجربه حبیب نوری رو همه هموطنانمون دیدن، از صفر تا صدش رو پیش بردم، سه تا اون دادگاه هم گرفتیم و موفق هم شدیم. خب برخلاف همه نغمه های شومی که سر داده بودن از همون ابتدای ماجرا، بماند که اصلا قبل از اینکه پرونده کشتار 67 رو ما به این ترتیب در سطح بین‌المللی کلید بزنیم، همه حقوقدانای ایرانی که میگفتن امکان نداره، تمام حقوقدانای ایران شما یک جا بیارید قبل از دستگیری حمید نوری، یک حقوقدان ایرانی
گفته باشه که میشه به موضوع کشتار 67 ورود کرد. همه متفقون که امکان ناپذیر، ولی دیدید که ما کردیم. منم از کجا یاد گرفتم؟ آیا من خودم بلد بودم؟ نه. از کجا یاد گرفتم؟ برای اینکه من جایی که بلد نیستم، جایی که آشنایی ندارم، خب گوشم نسبت به بیرون بازه، سعی میکنم از تجربیات استفاده کنم، سعی میکنم از نظر کارشناسان استفاده کنم. من در یک سمپوزیومی سال 2011 بود، در یک سمپوزیومی در آکسفورد بودم، سمپوزیومی که بنیاد برومند گذاشته در ارتباط با گزارش بنیاد برومند. در اون سمپوزیوم منم شرکت داشتم. از من و منیره برادران اونجا تقدیر شد. اصلا این مهم نیست. درسی که من اونجا گرفتم مهمه. چیزی که من اونجا یاد گرفتم مهمه. و کسی دیگه متوجه این احتمالا تو اون جمع نبود. یکی از کارشناسان آلمانی که نظر بسیار بسیار منفی به جامعه بین الملل، جامعه حقوقی بین الملل داشت و شما میتونید در فضای مجازی هم ببینید، ایشون یک گفتگویی داشتن، صحبتی داشتن، سخنرانی که اونجا داشتن از یک نهاد اروپایی، ایشون صحبت کردن و انتقاد شدیدی به مجامع بین المللی، به مجامع حقوقی، به سازمان ملل و به گزارشگران ویژه دهتاد با ایران داشتند و اینکه همه ما ماشات میکنن اینجوریه اینجوریه، به وظایفشون عمل نمیکنن و همه اون چیزهایی هم که میگفت بر اساس تجربه که من داشتم واقعی بود، درست بود، منطقی بود و دلسوزانه. ایشون ولی ته صحبتش یه چیزی گوه، اما یه راهی هست، اونم اینه که پرونده تشکیل بدیم برای ناقصین بشر و این کسایی که در خارج زندگی میکنن شهروندهای اروپایی هستن، پرونده تشکیل بدن، شکایت بکنن، در جریان سفر اونا به خارج از کشور از طریق دستگاه قضایی یقه طرف رو بگیرن. ببینید یه گفتگوی منفی رو من نشستم گوش کردم، یه راهکار توش بنداد و من اینو آویزه گوشم کردم و من اینو یاد گرفتم و از این درسی که گرفتم محصولش شد چی؟ حمید نوری. یعنی درسی که اونجا گرفتم عملیش کردم. حالا بیم ببینیم شادی سر این آدمی که میاد با حق بازی میگه ایرج مصداقی و همسال ما، حالا همجور که شما گفتید یاد کرده، اینا امیدواری کاذب میدن. این خانوم کسیه که یک سال و نیم پیش، درست یک سال و نیم پیش در آگوست، یادتونه دیگه، سال 2023-22، در آگوست 2022 یعنی یک سال و نیم پیش، ایشون همراه با کاوه موسوی و فرقه رجوی، یادتونه چه علم شنگهی به پا کردن که انقریب مهاجرانی رو تو لندن میگیرن؟ یادتونه؟ درسته؟ همه یادشون آقا. آقای بهبانی چند بار تو این برنامه من مسخرشون کردم؟ خب یادمونه دیگه، مو گفتم آیا یه فنجون قهوه آیا بده به من. اینا کاذب، اینها در واقع امیدواری کاذب نمیدادن؟ کاری نکردن در عمل، اصلا کاری بود. که نکرده بودن هیچی. شادی صدر یه شهادت اومد تو دادگاه حمید نوری داد، یه افتضاحی بار آورد که تا آخر حمید نوری گیر داده بود به اون که این شادی صدر اومده گفته حمید نوری تو زندان قزلستان بوده. خب یه مزخرفی رو اومد گفت، حمید نوری هم بول گرفته بود. این تنها کاری که ایشون تو دادگاه حمید نوری کرده، یه سنگی رو انداخت تو چاه که صد تا عاقل نمیتونستن در بیارن. حالا بمانه نکته ای که میخواستم عرض کنم خدمتتون اینه آقای بهبهانی. ببینید متاسفانه این آدمایی که ملاحظه میکنید مدعیان و بیعدن و خودشون رو تازه چیه همه چی دونم
جلوه میدن، انگار که این الان خیلی وارده در این زمین ها. خب منی که میام صحبت میکنم لاغل یه کارنامه دارم دیگه، همه میتونن کارنامه منو داوری کنن، تئوریکش که دارم، عملیش که دارم، محصول من دادگاه حمید نوریه که همه شاهدشن. حالا در ارتباط با این موضوع خاص، خب معلوم لقمه هم میخوای بذاری دهنت به این سادگی نیست، باید به جوی پایین بره، تازه ممکنه حساسیت هم داشته باشی، دلپیچه هم بگیری. ببینید آقای مهمانی، ما دو مسیر میتونیم بریم. مسیر اولش بر ارتباط با جوابگو کردن رژیم، تشکیل پرونده، ایجاد فشار، کار مؤثر، ما دو تا راه میتونیم بریم. یکی از طریق دادگاه کیفری بین المللی است که خب به جنایات بعد از اساسنامه روم و تشکیل دادگاه کیفری بین المللی رسیدگی میکنه. بعد از ماه 2001 و اینا اتفاق افتاد، 2002، الان این چند 2022 3 درسته. بنابراین امکان نه جنایتی که صورت گرفته تو الان صورت نگرفته، که جنایت صورت گرفته تو 22 و 23 صورت گرفته در ایران، در گزارشی که بنیاد دو گزارشی که این کمیته حقیقت یافته تو انقلاب مهسا داده، منظورم اونه. بله بله درست. ببینید خب این برمیگرده به سالایی که در واقع دادگاه کیفری بین المللی به موضوعات جنایت علیه بشریت و دیگر جنایات رسیدگی. خب یه مسیر اینه. مشکلاتش چیه؟ اولش رژیم جمهوری اسلامی عضو این دادگاه نیست، یعنی به این دادگاه نپیوسته، پس بنابراین این اولین سد و مانع است. خب از چه طریقی میشه این کار کرد؟ فشار روی دولت ها، فشار روی کشورهای اروپایی و سازمان ملل و امریکا که این موضوع رو اهرم فشاری کنن علیه رژیم، از طریق شورای امنیت وارد بشن. یعنی شورای امنیت چنین درخواستی رو بکنه، قطعا که با موفقیتی روبرو نخواهیم شد. چرا؟ برای اینکه چین و روسیه وتو خواهند کرد تلاش سازمان ملل رو، تلاش در واقع دادستان یا حداقل شورای امنیت رو. ولیکن فشار سیاسی زیادی رو روی رژیم و روی متحدینش میذاره و این خب خود مطرح شدن این خود طرح این موثر صرف نظر از اینکه اصلا نتیجه برسه یا نرسه. نکته بعدی اصل صلاحیت قضایی جهانی که بارها و بارها توش همین کمیته حقیقتیاب بهش اشاره کردن، چون میدونن از این طریق میشه، چون میدونن این نیاز نه به دادستان کیفری بین المللی داره، نه به شورای امنیت داره، دستور تشکیل پرونده برای رژیم داره، هیچ کدوم از اینا نداره. دادگاه یعنی اصل صلاحیت قضایی جهانی یعنی چی؟ یعنی همین 6 نفر رو میبینید، یعنی همین دخترایی رو میبینید چششون از دست دادن، همین پسرایی که میبینید چششون از دست دادن، همین کسایی که میبینید قربانی شدن در سال 1401 و 2. ببینید اینا میتونن شکایت کنن، میتونن علیه افراد شکایت کنن، میتونن تشکیل پرونده. ببینید رئیسی به سازمان ملل میره، رئیسی به نیویورک میره، هر سال رؤسای جمهور رژیم رفت. تشکیل یک پرونده، تشکیل یک پرونده تاکید میکنن و درخواست دستگیری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی امکان پذیره. ما در دادگاه حمید نوری این همه نغمه های شومی که بود رو ما بهش توجهی نکردیم، حتی نغمه های
منفی که بود، حالا افراد با چه بسا حسن نیت میگفتن که آقا نمیشه، اون نقمه های شو بکنید، نقمه مثبتش که بود آقا نمیشه، امکان ناپذیر، دولت ها و سیاست ها، غرب، اتحادیه اروپا، بند و بست، همه این داستان ها رو نگفتن. یادتونه دیگه باید مهمانی وقتی یه کاری رو یه بار انجام دادید، یعنی راه رو کوبیدید، یعنی راه رو کوبیدید. شما میشه از این طریق، از طریق تشکیل پرونده، اصل صلاحیت قضایی جهانی، قربانیانی که هستن، میشه. منتهای مطلب این نیاز داره به تیم قوی، تیم حقوقی قوی، این نیاز داره به مخارج، این نیاز داره به سرمایه گذاری، انرژی گذاری، که این حضرات نمیخوان. شادی صد دنبال اینه که یه دونه گزارش هاپو بذاره، نمیدونم سرهم بکنه، یه پول عظیمی رو هاپولی کنه. شما نگاه کنید، من پنج جلد این کتاب عدالتخانه و ویرانگرانش رو نوشتم، پنج جلد کار تحقیقی. آقا از روی اینترنت رفتن چهار تا دونه یه کتاب درست کردن، صد چهره فلان، یه جلد کتاب، بعد دادن چهار جلد دیگهش بیرون میاد، هنوز موندیم چهار جلد دیگهش بیرون میاد. مال من همون اول بدون هیچ امکانی، بدون یک سنت از جای پول بگیرم، فقط هم خودم هم. نه دفتر و دستکی دارم، نه نمیدونم چی میدارم، نه کسی برداره بیزارم میکنه، نه بودجه ای دارم. یه نفر این کار انجام دادم، 2500 صفحه نوشتم. این هم دشمنی کردن که حتی کتاب های من تو کتاب خونای سوئد نره، دشمنی کردن کتاب منو مرکز فرهنگی سوئد نخره. خب این کارا رو هم کردن دیگه. منتها داستان اینه که خب حالا اونا دشمنی میکنن کتاب هم تو کتاب خونه ها نره، من خودم گذاشتم رو نت، هر کی میخواد بره بخونه. من که دنبال پول نیستم که، من که دنبال درآمد نیستم که، من اگه کاری هم میکنم برای مردم هم میکنم، برای آزادی میهن هم میکنم. ولی بحث بر سر اینه آقای بهبانی، اینا دنبال پول یامفتن و کار نکنن و اینکه انرژی نذارن، کاری نکنن، یه چیزی رو سنبر کنن، یه پولی رو بگیرن، یه چیزی به جیب بذارن. اینا همه چیز رو پروژه میبینن، پول میبینن، ملاحظه میکنین؟ و بله، من باز هم تاکید میکنم همه اونایی که شما نگاه کنید کارنامه شادی صدر و اون شیاد حقباز کاوه موسوی که میگفتش و فرقه رجبی که انقریب میگفتن مهاجرانی رو میکنن پشت سلول، پشت مینای زندان، همون موقع مسخرهشون کردم، همون موقع گفتم همدیگر رو خواهیم دید، همون موقع گفتم بر اساس چی، چطوری، کدوم قاعده، کدوم قانون، چجوری حفره ها رو گفتم، سوراخ ها رو گفتم، در واقع همه این داستان رو گفتم، چجوری میخوایی بکنی؟ ولی با دروغ و دغل چند تا مصاحبه شادی سعد کرد سر همین، با ایران اینترنشنال کردن، با بی بی سی کردن، یادتونه؟ یک دونه رفتن بعدن اونا خیابشون رو بگیرن بیان بگن که شمایی که ادعا میکردی چرا کاری نکردی، الان که یه سال و نیمه، یه سال و 7 ماه گذشته چرا هیچ بیانی ندادید، چرا نتونستید، رفتن اینا. نه آقای بهبهانی، شادی صد اگه غیر از این برخورد کنیم ما باید تعجب کنیم. امثال شادی صدر که تو دم و دستگاه رفسنجانی بزرگ شده، اگه غیر از این برخورد کنه بایستی ما شک کنیم. اینا با دروغ و حقبازی و اینا عجین شدن، بزرگ شدن و اساسا چارچوب فکری اینا بر اساس همون حقبازی هایی که تو ایران رایجه، توی قدرت رایجه، تو جامعه هم رایج شده، چارچوب فکری اونا اینجوری شکل گرفته و اساسا اخلاقشون اینجوریه. با من و
چه میدونم امثال شما، زمین آسمون فرق میکنه. بله حتما نازنین، ممنون ازت. ما هم سپاسگزار کوشش ها و روشنگری های شما هستیم. متشکرم. بله آقا، یه داستانی اتفاق افتاده، این خیلی بامزه است، که یکی از این بیننده های صدای آمریکا ظاهرا مطلبی رو داشته و مجری صدای آمریکا با وقاحت تمام میگه که مسیح حقوق بگیر صدای آمریکا نیست و تحت پروتکل های رسانه قرار ندارد. خب من میدونم که مسیح کانترکتره، بله، کارمند رسمی نیست، کانترکت امضا کرده، اونای پولی بهش میدن این برنامه اجرا کنه. اساسا بنیاد این داستان غلطه، به خاطر اینکه تلویزیون اندیشه اصلا تلویزیون نیست، هیچی نداره، هیچ برنامه ای نداره. یه تبانی بوده بین رضای پیرزاده و خانم درخشش، یه قراردادی رو به حال زورشپون کردن و قرار شده که یه سری از برنامه ها رو در تلویزیون اندیشه تولید بشه. آخه صدای آمریکا با اون عظمت، با اون همه کار، شما بودین تو صدای آمریکا، من میدونم شما اونجا رفتی رو دیدی از نزدیک تعداد آدمایی که از در دیوار میریزن. نمیدونم، میخوام نگاه شما رو به این ادعا رو. ببینید، از نظر من مجری اشکالی نداره، مجری داره پاسخ میده. ببینید، مجری هیچ گناهی نداره، ایشون داره یه حقیقتی رو میگه و وقتی ازش سوال میکنن میگه بله، ایشون در واقع حقوق بگیر صدای آمریکا نیست. خب راست میگه و میگه تحت پروتکل این رسانه هم قرار نداره. خب راست میگه و اتفاقا بایستی به نظر من توجه داشت به نکته ای که ایشون میگن، و این یعنی که ایشون تحت هیچ پروتکل و ضابطه ای نیست، و این یعنی از یه جای دیگه حمایت میشه، این یعنی یه چیزی دیگه پشت این هست، این از یه جای دیگه است یعنی. و اتفاقا به نظر من ایشون اتفاقا خیلی درست گفتن و پاسخشون هم پاسخ منطقی بود و میگه یعنی ایشون از جای دیگه حمایت میشه، از بالا تحمیل شده و ایشون اون چارچوبایی که ما باید رعایت کنیم، ما صدا آمریکا یا باید رعایت کنیم، ایشون لزومی بر رعایتش نیست، چون از یه جای دیگه اوکی شده است. و به نظر من حرف ایشون خیلی درسته و این مسئله است که باید در نظر داشته باشیم، و اینکه خب ایشون حرفی که میزنن درسته. و ببینید، مشکل این نیستش که یه رسانه ای میتونه با هر کسی قراردادی ببنده و اونها براش برنامه سازی کنن. خب تا اینجاش اشکال نداره، اونجایش اشکال پیدا میشه که او تحت هیچ ضابطه ای قرار نداره، تحت هیچ پروتکل اون رسانه قرار نداره. ممکنه الان چه میدونم منم برم یک در واقع ویدئویی تهیه کنم بدم به میهن تیوی، هر پرت و پلای دلم میخواد بگم. بالاخره شما تو این برنامه، تو این تلویزیون، تو یه چارچوبی داری، یه ضابطه‌ای داری، یه پروتکلی بر خود داری. میگم آقا اینا، میگم بله، یا آقا این مزخرفات شما رو ما نمیتونیم پخش کنیم، این حرفایی که تو میزنی با پروتکل ما نمیخونه، به خصوص اگر حالا آقای مهبانی شما یه فردید، شما تا زمانی که یه فرد هستی میتونید خیلی در واقع انعطاف داشته باشید در مورد مسائل مختلف، افراد مختلف میتونید یه سری انعطاف هایی داشته باشید، حتی رابطه خصوصی که با افراد دارید، میتونید در رابطه با من انعطاف بخرجید، یا نه ایرج دیگه. اما یه رسانه ای که صدای آمریکاست که نمیتونه از این انعطاف ها داشته باشه، نمیتونه از این خواست خرجی ها کنه، که نمیکنه پروتکل همینجوری زیر پا بذاره. آقای بهبانی، من و شما میتونیم تو رابطه شخصی با هم داریم 6 تا پروتکل هم زیر پا بذاریم،
اما وقتی پای دولت و قانون و قاعده که میشه که دیگه کسی نمیتونه پروتکل زیر پا بذاره، که همین که ایشون پروتکل های صدای امریکا رو زیر پا میذاره و صدای آمریکا نمیتونه اعمال قدرت کنه و به ایشون دست باز داده، آقای مهمانی یعنی یکی از بالا داره این هدایت رو انجام میده، یه قدرت فراقان فرای این دم و دستگاه داره تصمیم میگیره. به نظر من ایشون با زبون بیزبونی، چون دیگه یه مشتی که نمیتونه در واقع بیاد خیلی روشن و باز صحبت کنه، با همه دستبستگیش که ایشون داشته به نظر من خوب جواب داد و از نظر من ایشون مقصودش رو رسوند و محدودیت های صدای آمریکا به عنوان صدای آمریکا ها، یعنی مدیریت صدای آمریکا، یعنی حتی گفت آقا دست مدیریت هم نیست، شما بی خودی به مدیریت هم گیر ندید، چون مدیریت هم توی زمینه تصمیم گیرنده نیست. اینجوری بر میاد، من از پشت میگه آقای بهمانی خبری ندارم، من از پشت خبری ندارم، ولی اینجوری که ایشون گفت از نظر من اینطوریه، از نظر من یعنی ایشون میگه آقا مدیریت صدای آمریکا هم مسئول نیست، چون این تو پروتکل صدای آمریکا نیست، ما همه کسایی که کارمندای صدای آمریکا هستیم ما تحت پروتکلیم و مدیریت روی ما اعمال نظر میکنه، ولی اونچه که از بیرون بهمون داده میشه و پذیرفته شده و اونا هستن، اونا دیگه هیچ پروتکل ندارن، هر کاری که دلشون بخواد دست باز میتونن انجام. و خانم مسیح علی‌نژاد این گونه است. و من فکر نمی کنم در تاریخ صدای امریکا چنین موردی رو ما دیده باشیم. عرض کردم اصلا از اون ریشش مشکل داره، شما حالا نمیپذیری، ولی واقعیه اینه که یه زد و بند صورت گرفته. نه آقای بهبانی، این تصمیم، ببینید آقای بهبانی، این زد و بند نیست آقای بهبانی، این تصمیم اراده سیاسیه، تصمیم سیاسیه، نه در مورد قدرت پشتشه، تولید قدرت برنامه پشت اینه. آقای بهبانی نگاه کنید، اینجوری نیست، صدای آمریکا انقدر لیدرت بیکن نیست که هیچ کسی هیچ پروتکلی رو نتونه انجام بده و کسی نتونه نه پاسخ. در مورد تولید این قراردادی که با یه تلویزیونی که در حقیقت ورشکسته بوده داشته میرفته به سمت تعطیلی. آقای بهبانی یه استودیویی دارن اینا، تو اون استودیو میتونن برنامه تهیه کنن، احتمالا اینا به نفعشونه، یا ارزونتر براشون تموم میشه، یا به هر دلیلی من نمیدونم. خب من همون دلیل رو اون یه دارم به بحث عرضت میرسونم. اون دیگه تصمیمشونه که مثلا میگم برنامه سازی میکنن در یه شرکتی هستن. من خیلی آقای ببانی، من این کار سابقه داره، خیلی شرکت ها هستن برنامه میسازن برای تلویزیون ها، برای رسانه ها، شرکت هایی هستن که این کارو میکنن، این رو تو جای دیگه هم هست، این مشکلی نیست. ولی این نه که اینا رو میفهمم آقای مصداقی، اینا خب دیگه، خب این میتونه همه جا اتفاق بیفته. نه شما برنامه تولید میکنی، ارائه میکنی، مثل مقاله است، شما بله. مقاله مینویسی، ارائه میکنی، بله. سایتی منتشر میکنه، سایتی منتشر نمیکنه، بله. اون یه موضوع دیگه. نه اما این قرارداد با این قرارداد بستن با یه شرکتی، خب با یه رسانه‌ای که آقا شما برای ما برنامه سازی کنید. ببینید صدای خب آمریکا چرا باید نه، این کارو بکنه در حالی که خودش باشه بیشترین اون امکان تصمیم خودشونه، مدرن‌ترین دستگاه ها براش رو داره؟ احتمالاً به صرفه تره، نمیفهمم احتمالاً به واقعا، صرفه تره. من نمیفهمم. توی رسانه های دیگه هم دیدم که شرکت های خصوصی مستند تهیه میکنن براشون. خب بله، این همون عرض کرده، اون مثل مقاله است، اون یه چیز دیگه، اون مستند تولید میکنه، ارائه میکنه به حسن و تقی و پروانه، یکی میخرش، هر کی بیشتر نه خرید به اون برای یه جای، میفروشه. نه برای یه جای خاصی میکنم. به خود من گفتم من در این رسانه ها شرکت کردم، من خودم در این مستند ها شرکت کردم. خب جان من میخوام بگم 25 که سال دارم میخوام توی بگم اینا تلویزیون حالا خاک میخورم. اون تصمیم خودشونه، تصمیم میگیرن
با یک شرکتی یا با یک رسانه‌ای یا با یک جایی که آقا برای ما تولید برنامه کنید. اصلا بسیار ربطی خیلی نداره ممنون. به خانم مسیح علی‌نژاد. موضوع خانم مسیح علی‌نژاد اساسا زمین تا اصلا فرق میکنه با یک رسانه یا یک شرکتی که برنامه سازی میکنه. ایشون یه برنامه تبلت دارن که این برنامه تبلتشون قرارداد رسمی دارن، سالی پول هنگفتی رو بابتش هم میگیرن درسته، همه اینا درسته. و اینو دیگه اینو و این که اون تو چی میگن رو ببینید، این رو به نظر من دیگه قدرت تعیین میکنه و این اصلا به این موارد اصلا ربطی نداره. نمیدونم، به هر حال مثل همه، هیچ فرقی نمیکنه. ممنون. عرض به حضورت که دیدم گویای مطلبی نوشته بود که راجب این که به روز وسوخی میتونه بره ایران فیلم درست کنه، بهرام بیضایی میره، نمیدونم معین میتونه، نمیدونم می حرفا از کجا، حتی اون ویدیوی یارو مرد که رئیس سینما، همون یارو که رفته بود وایستده بود اونجا، یا مقلب القلوب ولد نبود بخونه. من اون نیست، برای چی اصلا رفت اونو بخونه که ولدم نبود بخونه؟ یه ویدیو هم ازش گذاشتن که بله مشکلی نداره، اینا میتونن بیان اینجا فیلمم بازی کنن، ما برایشون راه باز میکنیم فلان. چیه موضوع آقای مصداقی؟ اصلا واقعیت داره نداره؟ اینا واقعا درخواست کردن برن نرن؟ شما چیزی میدونین؟ ببینید، اول از اون که خب معلومه که اینا درخواستی آقای بیضایی نداره، اون خیلی واضحه و بهروز وثوقی بعد از این همه دیدارش با شاهزاده رضا پهلوی و نشستن بغل هم و اینا قصد ایران رفتن نداره، خیلی مشخصه، حتی سمت و سوی سیاسی خودشون رو مشخص کردن. خب رژیم در یک عزیزی به سر میبره، سعی میکنه هر طور شده خودشون رو به یه سری افراد وصل کنن و یا یه تشکیکی ایجاد کنن. خب تو فضای مجازی هم این میدونید فضای مجازی آفتی شده، بسیار بسیار این فضا به نظر من آلوده است، بسیار آلوده است و این فضای مجازی هم توش رژیم جولان میده، هم مشتی آدم ابله و بیشور. خب خیلی موقع ها میتونن بخشی از یه چیزی رو بذارن و بعد سرش علمشنگی رو پا کنن و عده هم بیان و شلوغ و پلو. الان شما برید نگاه کنید ببینید هفته گذشته تمام این فضای مجازی پر شده از عباس قادری که رئیسی گفته 45 سال ما در آرزوی این لحظه هستم و هر کسی که این فیلمو میبینه رژیم کاملا آگاهانه تخطی کرده و بدبخت خواهد بگه من 45 سال اجازه ندارم بخونم، یه بار که خوندم گرفتینم شلاقم زدید بردینم دادگستری شلاقم زدید به خاطر خوندن، حالا من آرزو اینه که یه مسئولی رو ببینم بهش بگم آقا چرا ما 45 سال باید نخونیم، من آرزو دارم به گور میبرم برای چی نخونم. شما نگاه کنید اینو یه جور دیگه جلوش میده. ببینید من قبلا سر تیم ملی فوتبال گفتم اجباراتی که اینها میکنن، تمهیداتی که اینها میچینن، برنامه هایی که اینها میچینن، حقوق بازی هایی که اینها میکنن، نیازهایی که افراد دارن، مردم دارن. ببینید دوستان عزیزم، این فضای مجازی به شدت آلوده است. نباید ما فریب رژیم رو بخونیم، نباید بیاییم تیغ حمله رو ببریم رو عباس قادری. بابا یه خواننده یه بدبخت بیچاره سنی ازش گذشته، یه آرزوی داره یه روزی تو ایران آزادانه بخونه، حالا یه مردی که اینو دیده، نه دید سیاسی داره نه نمیدونم فلان داره، رفته داره اونجا تظلم خواهی میکنه. خب این تظلم خواهی رو الان هم دیدید که من روز اولم هر دوستی به من میگم من همینه میگفتم، حالا اومده خودش توضیح هم داده که آقا چی، و اتفاقا به نظر من توضیحش خیلی خوبه. چرا خوبه؟ نشون میده نفرت مردم از
رئیسی رو و اینکه چجوری یه خواننده مجبور میشه دامن خودش رو از این ننگ پاک کنه. و این خیلی خوبه ها، به نظر من اتفاقا این توضیحاتی که عباس قادری داده خیلی خوبه، خیلی خوبه. که یعنی چجوری خیلی خوبه؟ یعنی نشون میده رئیسی تا کجا آلوده است، تا کجا ننگه، که عباس قادری برای اینکه مردم فکر نکنن این آرزوی دیدن رئیسی رو داشته، اینجوری میاد توضیح میده، میاد تشریح میکنه. این چیزی نیست جز نفرت عمومی از رئیسی. و این خیلی خوبه به نظر من. نباید ببینید فریب حقوقبازی های دستگاه امنیتی رو نباید بخورید. نباید تو فضای مجازی ما دنبال روی رژیم بشیم و توطئه های رژیم بتونه ما رو همراه خودش ببره. سمت و سوی حرکت رو از روی رژیم، از روی رئیسی، از روی خامنه ای، از روی جانیان ببریم روی آدم بدبختی مثل عباس قادری. ببینید آقای بهبهانی، من یادمه دیگه، من تو همین برنامه شما یادمه، بنده اومدم وقتی اینکه در واقع این تجزیه طلبانی مثل حزب دموکرات کردستان و این مهتدی و کومله و اینا سنگ کرد به سینه می زدن و نمیدونم آوی از خلیج فارس میگفتن کردستان تا آذربایجان غربی. ببینید من اومدم گفتم آقا چرا حقوق بازی میکنید؟ شما که نظرات و دیدگاهاتون نسبت به بقیه مشخصه، در همه در تاریخچه حزب دموکرات کردستان و کومله شما اگه یه شیعه پیدا کردید؟ پیدا نمی کنید. علارغم این که میگن ما سکولاریم، نیستن. اینا دقیقا معتقده به چی هم؟ یارو هر کدومش رو کنی یکی شیعه نیست، همه سنیه. یعنی شما یک شیعه واجد شرایط پیدا نمی کنید تو دموکرات، یک شیعه واجد شرایط پیدا نمی کنید تو کومله. خیلی مشخصه. یعنی اصلا کرد غیر شیعه رو اینا قبول ندارن. من آمدم توضیح دادم آقای رفقای ایلامی من، رفقای ایلامی من دارم. موقعی که در منطقه شمال کردستان حضور داشتن، این دموکرات ها با حالت تحقیرآمیز به این رفقای کرد من موقع بحث که میشد بهشون میگفتن شما زولکردید. خب من در دفاع از ایلامیا گفتم، در دفاع از رفقای خودم گفتم شما برید نگاه کنید یه مشتی شیاد حقباز بیشرم و حیا و ایرج مصدقی گفته ایلامیا زولکردن. ببینید ما با یک همچین فضای مجازی کثیفی روبرو هستیم، ما با یه همچین فضایی روبرو هستیم که اینجوری میتونه غلط بکنه، اینجوری میتونه دروغ بگه، اینجوری میتونه حقه‌بازی کنه. رژیم هست، خود این دشمنان هستن که حتی میتونن دفاع من از ایلامی ها رو، دفاع من از رفقای ایلامی مو خب میتونن اینجوری غلط بکنه و اینجوری واژگونه جلوه بده. حرفی که پیشمرگه های دموکرات به رفقای ایلامی من تو شمال کردستان میزنن و خودشون برای من تعریف کردن، این رو نظر من جلوه بدن راجع به ایلامی. ببینید ما در واقع این فضای کثیف رو داریم. یارو هم که نمیدونه آ کی گفتن فلان. خب ببینید خیلی خیلی روشنه، من 10 تا مثال دارم که آقا اینجوریه اینجوریه اینجوریه. و بعد اساسا اینها چرا برای سیاه لشکر میخوان؟ موقع سیاه لشکر که میشه کردا کردن، بخش ایلامی ها کردن، کروشایی ها کردن، حتی الحقی ها کردن. من خودم به چشم خودم دیدم که تو لیوان الحقی، تو استخوان الحقی چایی نمیخورن. من به چشم خودم دیدم. خب و شما اینو فکر کنید این داستان رو، تو من در دفاع از اهل حقی ها دارم میگم، یارسانی ها دارم میگم. حالا شما میدید که میگه آقا ایرج مصداقی مثلا گفته که تو لیوان اهل حقی ها نباید چایی خورد یا تو استکان یارسانی ها نباید چایی خورد. یعنی چقدر شما دارید چون اینا نجسه.
ببین یعنی چقدر شما داری قلب واقعیت رو کنی از این نگاه کنی که راجع به خود من هست. خب تا برید چیه برسید مثلا یه جایی که یکی افتاده رو به رو مثلا با رئیسی، مثلا همین عباس قادری، حالا توی مجلسی هم رفته گفته بریم اونجا تظلم خواهی کنیم. خب ببینید دوستان عزیزم، اینجاها ما نباید بیاییم نوک تیز ببریم روی عباس قادری، باید نوک تیز ببریم روی خامنه ای، روی رئیسی. معلومه اینا بلافاصله بعد، ببینید یه تور پاییزی داشت معین، بسیار موفقیت آمیز بوده، شما حتما تو فضای مجازی دیدید، منم دیدم این تور پاییزی معین بسیار موفقیت آمیز بوده، میلیون ها نفر هم تو فضای مجازی دیدن. خب حالا سوال اینه، ببینید دوستان عزیزم، رژیم میخواد از معین استفاده کنه، میخواد از بهروز وثوقی استفاده کنه، 45 ساله بهروز وثوقی، 46 56 رفته تو 47 سال بهروز وثوقی که امریکاست، چون موقعی که من بودم بهروز وثوقی تازه اومده بود امریکا. ببینید 47 سال بهروز وثوقی امریکاست، اموالش تو ایران مصادره کردن، سینماشو مصادره کردن، خونهشو مصادره کردن، زندگیشو من میدونم که سینما فرهنگ سیلر سیتی ملحک مال برزولو دیگه. ببینید همه چیشو، بعد یارو بیاد اینجا، بهرام بیضایی تو ایران بوده نمیذاشتن فیلم بسازه، حالا میگم بیاد چی رو رعایت کنه؟ قوانین رو رعایت کنه. و قوانین چیه؟ اولش نفس نباید بکشی، وگرنه چرا تو اون مملکت ناصر تقوایی نتونست فیلم بسازه؟ چرا بستی جامعه از ناصر تقوایی محروم باشه؟ ببینید این خیلی مهمه، به نظر من بایستی اینها رو در نظر گرفت و بعد اظهار نظر کرد. اینا کنی آقا بهرام بیضایی دنبال اینه که بره اونجا، بهروز وثوقی دنبال بره یا معین دنبال بره؟ خب ما نباید آب با سیاه رژیم بریزیم، باید ببینیم رژیم چه استفاده ای میبره. به همین دلیل من میگم تو چاله رژیم نباید افتاد. اگه فوتبالیست تیم ملی رو میبرن پیش خامنه ای یا پیش مثلا رئیسی، نگیم رفتن، بگیم بردن. اینه، این چیزیه که باید بهش توجه. آقا بسیار ممنون، نکات بسیار بسیار خوبی، متشکرم از شما. عرضم به حضورت که آره این بیچاره ها رو خودشون روندن، حالا اینا هم فرار کردن اومدن، حالا دوباره میگه بیا من کاری ندارم فلان. چه بی ناموسایی، یعنی اینا به خدا نمونه شون تو تاریخ نبوده، این قوم عجوج و مجوج روزخون. از یه طرف دیگه آقای اصغر فرهادی رو دادگاهی که براش تشکیل دادن در ارتباط با سرقت هنری تبرئه میکنه. میخوام نگاه شما رو به این مقوله هم داشته باشم، حالا که ببینید من هم فیلم ایشون رو دیدم و هم خانومی که شکایت کرده بودن، من همه مطالب راجبه ایشون رو خوندم و ادعاهایی که ایشون هم داشتن رو من دیدم و خوندم. خب میدونید که از خیلی هم که به لحاظ فن، خیلی ها که نه، یا از کسانی که وارد بودن توی این مسئله و تو محیط های هنری ایران هم حضور داشتن، سوال کردم نظر شما چیه؟ همشون گفتن که نه، نه سرقت ادبی نه هنری هست. حالا میتونست آقای فرهادی اسم این خانم تو تیتراژ بنویسه که ایشون هم مثلا تو این زمینه مثلا کار کردن، یا یه نامی از ایشون هم ببره، ولی سرقت ادبی هنری نیست و اینا بیشتر جان جنجاله و به نظر من یه مقدارم برمیگشت حالا به دعوایی که خانم
فرهادی با این خانوم داره یا این خانوم با اون داره کنه، همچین دعوایی هم این وسط بوده. و ولی خب واقع اصغر فرهادی نیازی به این مسئله نداره. نکته بعدیش هم اینه که خب میدونید دادگاه هم از 7 متخصص گفتن اصحار، اونا اظهار نظر کردن و هر 7 نفر که وارد هستن در این زمینه حقو به فرهادی دادن و گفتن که سرقت هنری صورت نگرفت. خب ببینید به نظر من این مسئله خیلی خوبه حالا برای فرهادی اتفاق افتاده، چون اگه یادتون باشه فرهادی وقتی که در زمانی که مهسا امینی در بستر مرگ بود در بیمارستان کسرا، هنوز هیچ اتفاقی تو جامعه نیفتاده بود، جز اولین کسانی که موضع گیری کرد و خیلی شدید و لحن موضع گیری کرد آقای اصغر فرهادی بود و این باید امتیاز رو بهش داد و بایستی این اعتبار رو بهش داد. در زمانی که هیچ چیزی نمی گفت یا هنوز کسی چیزی نگفته بود یا کمتر کسی چیزی گفته بود، ایشون محکمترین موضع گیری رو کرد و به نظر من موضع گیری بسیار بسیار به جا و ستایش برانگیز. حالا هر نقدی به ایشون هم هست اون جای خودش، ولی از این طرف ما دیدیم که حملاتی هدفمند علیه اون شکل از طرف خانم گلشیفته فرهانی و مسیح علی نشاد که به به آقای فرهادی خوش اومدی از کیت حالا برای خنده داره. مسیح علی نژادی که تا پیش از اون با خانواده رفسنجانی بوده و از طریق خانواده رفسنجانی بوده خارج شد، تو خونه خانواده رفسنجانی بوده و قبلش با خاتمی و چه میدونم کروبی و صفایی فراهانی و همه عمل هکره های رژیم بوده، اون دیگه میاد به فرهادی میگه به به، یا فرهادی رو زیر سوال میبره. فکر کنید. خب این همون داستانی است که من خدمتتون عرض کردم. و بعد هم اگر مسائل فردی دارن با آدم ها، اینها فرصت پیدا میکنن برای اینکه نیش خودشون رو بزن و اینا فکر میکردن در واقع از این نمد کلاهی میتونن بدوزن، ولی خب اشتباه میکردن و به همین دلیلم به نظر من ارزیابی نادرستی داشتن. ولی خب من که خودم خیلی صلاحیت خیلی که نه اصلا صلاحیت اظهار نظر نه صلاحیت فنی یا هنری ندارم که بتونم توضیح بدم که آیا سرقت هنری صورت گرفته یا نگرفته، به عنوان یه تماشاگر یا به عنوان کسی که ادعاها رو میخونه یا میتونه کنار هم بذاره میتونم نظر بدم، ولی خب صلاحیت هنری ندارم. ولی خب دیدیم که اون کسانی که این صلاحیت رو داشتن همین نظر رو دادن که نه واقعیت نده. میگم من شخصا هم از کسانی که در این زمینه دستی داشتن پیگیری کردم، اونها هم نظرشون همین بود، اونها تیپای سرشناس بودن یعنی کارگردان بودن و تو زمینه سینما کار کرده بودن، آدم های مستقلی هم بودن، اونها چنین نظری رو داشتن. ولی خب حالا خوبه خوشبختانه این قضیه هم قالش جمع شد و ختم به خیر شد. یعنی در حقیقت شما موافق این روند دادگاه بودین، اینطور فهمیدم؟ بله خب چیز به قول معروف در واقع نه اینکه من نظر یعنی دادگاه نظام اسلامی رو که من براش ارزش قائل نیستم، مثلا بر کل دستگاه قضایی ارزش قائل نیستم،
ولی در واقع اینا ارجاع دادن موضوع رو به کارشناسان سینمایی و متخصصین فن و متخصصین فن چنین نظر. بسیار بازم ممنون. خب الان یه ماجرای غریبی است و اون اینه که به خاطر پولی که اینجا خرج میشه و تبلیغات مفصلی که رادیو تلویزیون رو دادم حالا این روزا شبکه های اجتماعی و مطبوعات میکنن، این انتخابات آمریکا یه موضوع جهانیه. گرچه مثلا ما همین آخر هفته انتخابات در روسیه رو داشتیم و دوباره این آقا با بالای 80% رأی پوتین انتخاب شد، ولی به خاطر جنگ اوکراین البته این بار یه قدری بهش توجه کردم، ولی هیچ وقت اینجوری که به انتخابات در آمریکا میپردازن هیچ به جای دیگه، مثلا آلمان چه اتفاقی افتاد، دانمارک چی شد، نمیدونم نروژ که الان چه نخست وزیرش از چه حزبی، زیاد جهانی نیست. ولی این داستان انتخابات در آمریکا همیشه موضوع دنیاست و تبلیغات. حالا که اینجوریه میخوام از شما بپرسم، تو این انتخابات فهم میکنی بهتر بایدن انتخاب شه یا ترامپ انتخاب شه، با توجه به همه پرونده هایی که بر علیه ترامپ بازه و مطرحه؟ بفرمایید. آقای بهبهانی راستش رو بخواهید، در حال راستش رو میخواهید که پس شما میخواهید دروغش رو بگی که بله بفرم من همون راستش رو بگی. بله من نمیتونم با قاطعیت بگم کدوم بهتر انتخاب بشن یا بهتر انتخاب نشن. خب ما هم میدونیم موضع ترامپ نسبت به بایدن در ارتباط با رژیم خیلی بهتره. من مواضع ترامپ رو بهتر میدونم، موثرتر میدونم. خب بنابراین انتخاب ترامپ به نظر من از یه طرف برای رژیم خوب نیست یا برای ما بهتره، یه واقعیته. اما همه واقعیت این نیست. اول از اون که ترامپ، خب اینو باید توجه داشته باشیم که شعار اول آمریکاست و مسائل درونی آمریکاست و به هیچ وجه حاضر به پرداختن به مسائل خارجی امریکا نیست و خودش هم گفته و معتقد به مداخله در امور دیگر کشورها اونجوری که او تعریف میکنه مثل عراق و مثل افغانستان نیست. این مواردی است که گفته. اما نکته مهمی که هست سیاست ترامپ در ارتباط با روسیه است. روسیه‌ای که متحد رژیمه. اونچه که ترامپ در ارتباط با روسیه و اوکراین گفته در واقع معین سیاست رژیمه و بیشترین خدمت رو به رژیم میکنه و رژیم رو از یه مخمصه در میاره و روسیه رو از یه مخمصه در میاره و جبهه روسیه رژیم کره شمالی چین رو تقویت میکنه. حالا چین اگر بگیم نه، ولی این سه کشور رو تقویت میکنه و این به ضرر اروپاست و این به ضرر همه ماییست که اینجا زندگی میکنیم. پس بنابراین خود ترامپ شمشیر دو لبه است و میتونه اگر یه جا موازش علیه رژیمه، در جای دیگه موازش دقیقا تقویت رژیم باشه. به همین دلیله که من هیچ در واقع تصمیمی نمیتونم بگیرم یا نمیتونم به دوستان توصیه کنم که حالا ترامپ بهتر انتخاب شه یا بایدن. برای مردم ایران رو دارم عرض میکنم، من صحبتم مردم آمریکا نیست. از نظر من بزرگترین ضربه‌ای که میتونه
دموکرات ها زده بشه نه از طرف ترامپ بلکه از طرف کندیه، زرع سومی که میخواد شکل بگیره، زرع سومی که میخواد در انتخابات شرکت کنه و اگر شرکت کنه به احتمال زیاد باعث پیروزی ترامپ خواهد شد. آره مثل این رالف یک. نیدر و مثل اون دیگری اون دیگری، بله درسته. بله این میتونه. نکته بعدی انتخابات نزدیک در بعضی از ایالت هاست، چند ایالت تاثیرگذار هست، بقیه تقریبا وضعیتشون مشخصه. ببینید میشیگان، پنسیلوانیا، اینا خیلی مهمن. میشیگان به خصوص دیربورنش خیلی مهمه. دیربورن میدونید که 200,000 مسلمون داره تقریبا و مرکز مسلمون هاست، مرکز شیعیان هم هست، مرکز رژیم هم دیربورنه و آرای مسلمون ها خیلی میتونه تعیین کننده باشه در انتخابات. و اینا مواردی است که به نظر من بایستی بهش توجه کرد. خیلی ها اساسا با بایدن امروز بدن یا ناامید شدن. میدونید دفعه قبل بایدن که انتخاب نشد که، مردم به خاطر اینکه ترامپ رای نیاره رفتن رای دادن، نه اینکه به بایدن رای دادن، بر علیه ترامپ رای دادن. حالا این بار بایستی نگاه کنیم. راستش من الان خودم نمیتونم با قاطعیت بگم که برای ما مردم ایران کدومی که انتخاب بشن بهتره یا من به کدوم سمت تمایل دارم، واقعا نمیتونم. آره خب چون که خیلی سخته رفتار این آقا، خیلی خیلی مشکله که آدم بتونه تصمیم بگیره. خب میدونی که دیروز شروع کرده فضیحت گفتن به یهودیا که اگه یهودیا به من رأی ندن یعنی اینکه کشورشون رو دوست ندارن، یعنی اینکه نمیدونم دینشون رو دوست ندارن. خب اینا یه موضوعات سختیه و اینکه من اگر میام و تمام اینا رو مخالفین خودم رو نمیدونم مجازات میکنم، تنبیه میکنم، من حتما به شکل دیکتاتور ظاهر میشم. این حرفایی که میزنه و حرفای خطرناکه و حق به جانب شماست. تصمیم گیری رو بسیار بسیار سخت و دشوار میکنه. امیدوارم که به حال این داستان یه جوری ختم به خیر بشه. مهمترین بخشش برای ما همونطور که شما گفتید وضعیت ما و میهنمون و این حکومت فاسدی که بر قدرت استوار است. اما آقای مصداقی، من یادمه که مثلا نوروز که میشد نمیدونم تو کشورهای مختلف نخست وزیر نمیدونم رئیس جمهور هر کی مقامات نوروز رو تبریک میگفتن فلان، ولی میبینیم که حالا چرخش کردن به ماه رمضان و مثلا تو نروژ دارن چراغونی میکنن ماه رمضان. اینا چیه ماجرا؟ نظر چیه راجع به این اتفاق؟ ببینید آقای بهبانی، یه موضوع جان رو ما باید در نظر بگیریم. منم دیدم بحث‌های زیادی رو در فضای مجازی هم دیدم راجع به این موضوع. در یه واقعیت اینه، ببینید ما زمانی که ما ایرانی ها مثلا در کشور اروپایی یا آمریکا تعدادمون زیاد نبود، خب کسی نوروز رو گرامی نمی داشت. من قبل از انقلاب هم امریکا بودم و میدونم نه در امریکا و نه در اروپا به این ترتیب کسی نوروز رو گرامی نمی داشت. خب شما اگر امروز نگاه کنید در سوئد مثلا چهارشنبه سوری برای کسانی که این روز رو گرامی می‌دارن، در سه شهر بزرگ سوئد در استکهلم، یوتبوری و مالمو مراسم عظیمی می‌زنن. بودجه همه اینم هم دولت سوئد تامین، به خاطر اینکه او قبلا نبوده ای. چون ایرانی ها نبودن، افغان ها نبودن، تاجیک ها نبودن، کرد ها نبودن، خب به طب همچین روزی هم گرامی داشته نمیشد یا عید هم کسی به ما تبریک نمیگفت.
آمریکا هم همینطور. وقتی که جامعه ایرانی، جامعه مثلا افغان، جامعه که تاجیک یا کسانی که گرامی میدارن نوروز رو زیاد میشن در این کشورها، طب چون شهروندان این کشورن و نوروز یا چه میدونم همین چهارشنبه سوری و امثال هم بخشی از فرهنگ اون کشور میشه. درست از جای دیگه اومده، ولی خب بخشی از هر کسایی که اونجا زندگی میکنه با این اومده. خب میدونیم این جشن ها جشن های در واقع سکولاری هن یا مذهبی نیستن، هیچ خطری هم پشتش نیست، اتفاقا به زیبایی ها می افزایه. مثل جشن نوروز یه چیزی اضافه میکنه به این فرهنگ، مثل جشن چهارشنبه سوری خیلی هم خوبه، هم مثل قضا میمونه. ببینید این همه قضاهای خارجی که در 40 سال گذشته در سوئد اومده، فرهنگ غذایی سوئد رو تغییر داده. اینا قبلا چیزی نداشتن قضا، که 3-4 جور غذا بیشتر نداشتن. ملاحظه میکنید الان این همه غذای خارجی اومده، چون فرهنگ میاد دیگه، همراه با فرهنگ غذا هم میاد، رقص هم میاد، موزیک هم میاد. ملاحظه میکنید اینا هم خیلی خوبه. حالا یک بخش عظیمی از مسلمانان اومدن به سوئد، اومدن اروپا، اومدن آمریکا، قبلا اینا نبوده. میلیون ها نفر در طول این سالها مسلمان به این کشورها اضافه شد. خب به نظر من، حالا من دیدم شهرداری ها ماه رمضان رو گرامی داشته، من مشکلی ندارم، بالاخره ماه رمضان اونتا به یه شرطی. ببینید کریسمس یه عید مذهبیه، همه ما میدونیم کریسمس، اما از کریسمس باید اینو توجه داشته باشیم، از کریسمس در واقع به نوعی مذهب زدایی شده. ماه رمضان اشکالی نداره، ماه رمضان گرامی بدارن، افطاری هم بدن، اما همه بخورن، اما مشکلی نداشته باشه. اگه ماه رمضان شد کسی نتونه. ببینید مشکل الان چند جاست اروپا، من خودم هیچ مشکلی ندارم با این مسئله، چون بالاخره مسلمانان هم حق دارن. ما یه دونه ماه رمضان داریم، یه دونه که اشکالی نداره، خود ماه رمضان خب خیلی ها باش بچگی نوستالژی داشتن یا اصلا اعتقاد دارن بهش، تا اونجاش هیچ مشکلی نیست. مثلا دوست داشتن ماه رمضان بلند شن، کله گنجشکی بخورن، چه دارن روز گنجشکی بخورن بگیرن، نه این داستان که خودتون میدونی دیگه، روز گنجشکی میگه صبح بخوردی، ظهر بخوردی، فقط 2-3 وعده غذا اضافه بکنی. ببینید این داستان هیچ اشکالی نداره، به نظر من باید این 300 باشه، چون من دیدم بعضی از این فضای مجازی ایرانی ها بعد ویرا میگفتن به این خانم اسکندری که شهردار مهاجرین هم هست در فرانکفورت، بابا اون مجبور کار رو انجام بده، و یه کسی میتونه، شما میتونه بگه آقا شما شهردار نباید باشی، و یعنی شما مجری هستی. درست قبلا من یادتونه سر قضیه ایران رفتن نماینده های مجلس یا وزرا گفتم آقا باید بگی آقا ایران اصلا هیچکی نره، وگرنه این کسی بخواد بره ایران مجبور پروتکل اجرا کنه، کسی هم که شهر داره باید پروتکل ها رو اجرا کنه. مگه خونه خالص بگه من دوست ندارم نمی کنم؟ یا نه آقا سیاست های رسمی اجرا میکنن و آدم باید اجرا کنه. بنده هم اگر شهردار بشم مجبورم چنین کارهایی رو بکنم. ملاحظه میکنید؟ اما بس بر سر اینه، ببینید امروز فطریه میخوان بدن، خب این کاملا باید برای دولت مشخص باشه این پول کجا میره، این فطریه برای حماس میره، برای حزب الله میره، برای اسلام سیاسی میره، برای تقویت تروریسم میره. صاف باید جلوشو بگیری، صاف باید جلو اینو بگیری، تعارفی ما نداریم. ببینید تبلیغ اسلام سیاسی رو باید ممنوع کنی. یکیست خب شما نگاه کنید
بودجه زیادی رو دارن به همین مساجد در استکهلم در کشور در شهرهای سوئد میدن. من دیدم دیگه تو محله ما چند تا از این مساجد هست. من مراسم نماز جمعه هم دیدم ظهر تو محل ما، وقتی نماز جمعه میشه بری نگاه کنی جمعیت موج میزنه، همه هم با این دشداشه و لباس عربی و نمیدونم پاکستانی و اینا. خب یه دونه زن نیست. بعد شما فکرش کنید سوئد داره دائم بودجه میذاره برای چی؟ برای همپیوندی. همپیوندی یعنی چی؟ یعنی اون بره مصرفات خودش رو اشاره بده اینجا، که نباید این باشه، که باید زنها حذف بشن، نباید این باشه. که چجوری شما برای زنها بودجه اختصاص میدید و همش مردان تو مسجد؟ مگه آیا چنین در واقع جداسازی رو سوئد میپذیره؟ چرا باید اجازه بده؟ چرا اجازه یه تشکیل مدارس مذهبی رو میده؟ چرا اجازه میده مدرسه دختر و پسر از هم جدا باشن، کلاس دختر و پسر از هم جدا باشه؟ چرا به این جداسازی ها اجازه داده میشه؟ این اسلام سیاسیه، این باید جلوش گرفته بشه. چرا اجازه داده میشه تو این کشور ماست حلال بیاد، نخود حلال بیاد؟ یعنی چی؟ اینا یعنی اعلام جنگه. اینا رو باید بهش توجه کنید. شما نگاه کنید چند نفری که عنوان تروریست دارن میگیرنشون همه افغانن. این یعنی که رژیم، این یعنی که جنگ افغانستان، این که تحت عنوان پناهنده کلی از این آدم ها آمدن اینجا ها، از این تروریست ها آمدن اینجا ها. اینا سرنخشون رو رژیم داره ها. اینا به ایران رفت آمد میکنن ها. کی اینا رو زیر نظر داره؟ من باز تأکید میکنم، من اشکالی نمیبینم که در واقع طرف ماه رمضان رو حالا جشنی بگیرن یا مثلا دولت یه جایی رو تعیین. ولی شما ببینید نیویورک، ببینید وسط خیابون مثلا داره نماز میخونه. وسط خیابون جای نماز خوندن نیست. این در واقع جنگ، اعلام جنگ. اون جایی که رو میاد با میسه نماز میخونه تو رژیم، و شما نگاه کنید چرا جنازه میرم توی دانشگاه چال میکنن، چرا استخون میبرن توی نمیدونم فلانجا چال میکنن. برای چی؟ برای اینکه میخوان نیکشون رو محکم میکنن. جنگ با مردم، جنگ دارن. وقتی در نیویورک میرن اونجوری وسط خیابون نماز میخونن، این نماز نیست، این جنگ با تمدنه. نماز نیست اصلا، نماز جاش تو مسجده. آقا میگه مسجد خانه خداست، بله، خیابون جای نماز خوندن نیست. اجازه نباید بدی، اجازه نباید بدی راه به ماهی اربعین، اجازه نباید بدی نمیدونم آشورا تا سو سینه بیای تو پیام بزنی. اینا رو باید توی مسجد بکنی، باید تو در واقع جای مکان مذهبی بکنی، نه اینکه بیاری وسط جامعه. اینا اعلام جنگه. اینو نه اروپایی ها فکرش میکنن، نه آمریکایی ها میکنن، و این گشاده بازی ها در آینده خطرناکه. باید بها به بررسی برای این. من باز تاکید میکنم، من نه با اعتقادات مذهبی مشکلی دارم، نه با عبادات اینها مشکلی دارم. عبادت حق ایناست، مثل هر مسیحی که میره شمع روشن میکنه، میره تو کلیسا شمع روشن میکنه، خب بره بکنه، اعتقادشه. مثل یک در واقع یهودی که میره و از اعتقاداتش در کلیسه میره اجرا میکنه، اعتقاداتش رو پای فشاری میکنه روش، این حقشه. و که نمیتونه بگیم آقا بنده چون ما یهودی نیستم باید حقوق یهودی ها رو نفی کنم یا زیر پا بذارم. نه، خیلی هم خوبه. اساساً خود همینا باعث رنگارنگی جامعه از فرهنگ‌های مختلف، عقاید مختلف باش. اما اونجایی که اعلام جنگه، ببینید اینا اعلام جنگه، من تاکید میکنم، و اینا خطرناکه.
من هیچ ایرادی نمیبینم شهرداری بیاد افطاری بده به همه ملت هم بده، همه هم بیان بخورن، اساسا سعی کنن که از این مسئله مذهب زدایی کنن، یعنی عمومیش کنن، یعنی بگن ای چقدر خوبه، خب این خوبه. اما اینکه ما داریم میبینیم در شهرها در محلات و داریم میبینیم که طرف میگه ماه رمضان کسی که حق نداره غذا بخوره، من اینو دیدم، این اعتراض رو دیدم، این در واقع ایجاد محدودیت برای مردم رو دیدم، دختر رو من دیدم یقش رو میگیرم میگن چرا حجاب نداری. ببینید اینها رو جامعه نباید اجازه بده، دولت نباید اجازه بده، باید محدودیت ایجاد کنه، باید این امامان رو اخراج کنه، بایستی به امامای بنیادگرا اجازه حضور در کشورها داده نشه، اجازه موعظه داده نشه، باید اون چه که در مساجد میگذره باید زیر نظر مستقیم دستگاه امنیتی قرار بگیره و بفهمن که در واقع داره به کجا میره جامعه و چه اهدافی پشت اینا خوابیده. ببینید رژیم تو همین سوئد به نظر من نفوذ بسیاری داره، بسیاری داره، چه از طریق افغان ها، چه از طریق عراقی ها، چه از طریق کرد ها یه مذهبی و همچنین چه از ایرانی هایی که ناشناخته هستن و اینا به خصوص رفت آمد هایی که به ایران میکنن و اینها همه خطرناکن، باید اینها رو در نظر گرفت، علی رغم اینکه باید احترام گذاشت به عقاید مسلمانان مثل احترام به عقاید دیگر کسانی که اعتقاد مذهبی دارن. کاملا درست گفتی، بایستی که اینا رو از هم تفکیک کرد و جدا جدا در حقیقت بهشون نگاه کنیم و بررسیش کنیم. اما آقای مصداقی، دوباره یه موضوعی که صحبت میشه گفته میشه که آقا در اروپا خیلی اختلاف شدیدی وجود داره بر سر تحریم ایران، میخوام نگاه شما رو به این ماجرا بفهمم ببینم چرا، چیه اصلا داستان؟ خب بله، میدونید که فرانسه، آلمان، هلند و 5 کشور دیگه خواهان تشدید فشار ها و بورل ایشون یعنی در واقع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که سر تمام مسائل علیه رژیم ترمزه و دیدگاه کاملا همسو با یه نوعی رژیم داره و مخالف هر گونه تشدید موضع علیه رژیم، تلاش میکنه که این تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا اعمال نشه. انواع اقسام بهانه ها رو هم میارن، نمیدونم مذاکرات اتمی با بنبست مواجه میشود، نمیدونم بعد نمیدونم پروژه اتمی رو چی کارش کنیم، از این داستانهایی که طول 45 سال گذشته برای مماشات با رژیم علم کردن. بعد ریشش دوونه و محافلی هستن در صورت در اروپا و امریکا که به نوعی همچنان پشت مماشات، سیاست مماشات با رژیم هستند و الان هم همچنان. در صورت ما ایرانی ها اگر جای دستمون میرسه باید روشنگری کنیم، باید این سیاست رو پیش ببریم. آقا مماشات با رژیم جواب نمیده، شما 45 سال جواب نگرفتید، برای چی میخواید این راه ادامه؟ این اون چیزیست که من تصور میکنم وظیفه ماست که انجام بدیم. در صورت قدرتمند ها همیشه کار خودشونو میکنن، توجهی به گفته های ما ندارن، ولی تو اون بخشی که ما میتونیم مؤثر باشیم از طریق نماینده های مجلس، از طریق سیاست گذاران که فشارهایی که ما میتونیم بیاریم، به نظرم باید بکنیم. همیشه وظیفه ما بوده،
طبیعی است که ما بیشترین وظیفه رو داریم. وطن ماست. چه چیزی بالاتر از وطن و میهن میتونه؟ برای ما که به هر شکل شیوهی که نگاش بکنی یه نوع تبعیدی هستیم، حالا یا خودخواسته یا واقعا اونا، ولی فرار همه ما و سکونت همه ما تو خارج از کشور نشان دهنده عدم رضایت ما از شرایط موجود در میهنه. بنابراین تک تک ما وظیفه داریم. امیدوارم ما هم مثل فرنگی ها که در سال نو خودشون با خودشون عهد و پیمان میبندن و تعهد میکنن که در سال جدید چه کارهایی رو بایستی انجام بدن و چه کارهایی رو نباید انجام بدن، ما هم یاد بگیریم و در این آغاز سال نو، در این اولین روز سال، با خودمون تک تک با خودمون هم پیمان شویم و تعهد بدیم به خودمون دوباره که در راه میهن کوشش کنیم و در راه اعتلاء و سربلندی هم میهنانمون کوشاتر باشیم. من از شما ممنونم، سپاسگزار از وقتی که به ما دادی و فرجه‌ای که در اختیار ما قرار دادی، نهایت سپاس دارم. ممنون از شما مصداقی. اگر اجازه بدید بریم سراغ پرسش‌ها اگر وقت داری. بفرمایید. خواهش می‌کنم. ممنون از شما. بهار می‌نویسه این روزا که بحث سلیطه‌گری و آپارتای جنسی داخل است. میخواستم سوال کنم به نظر شما چرا هیچ خبرنگاری از خانم مسیح النژاد سوال نمی کند کنار گذاشتن مطلق مردها در اهداف انقلابی ایشان خود نوعی آپارتایت جنسی به حساب می آید؟ به حال این پرسش رو ببینید آقای بهبهانی، اول از خدمتون بگم ایشون اطرافیانشون خیلی مردان، میدونید مثلا اون بادمجون دورقابچیناشی که سام رجبیه، یکیشون ابراهیم زاده است، اینایی که در واقع ماشین فوش و ناسزا و لیچارگویی مسیح علی‌نژاد است و از این تیپ آدمایی که دور و برش هستن، و این یه مسئله است. ولی البته بله، ایشون درست میگن. اگه یادتون باشه وقتی که رفته بود پیش بایدن، اومده بودن بیرون، سرمستم بود دیگه، خطاب به کسانی که همراهش بودن گفت خوب شد مردان نیومدن بایدن نه اون یکی فرانسوی مکرون ببخشید، از مکرون، از دیدار مکرون که اومدن بیرون دستشم اینجوری میکرد و خوب شد مردانم. خب بعد که خب به جایی که بیاد اشتباهش رو بپذیره بگه آره من اون موقع گرم بودم، یه موفقیتی کسب کرده بودیم ما زنا، رفتیم من اشتباه کردم، اینو در واقع قصدی نداشتم، به جای این رفت با همسرش دست به یکی کردن، اون دروغ و دغل اومد درست کرد که همسرم پشت در بود، همسرش احتمالاً مرداست. می‌دونید این همسرش مرداست، مثل این در واقع مشقاسم بود توی دایجان ناپلئون. آره انگلیسی ها را همیشه فکر کرد یه نفرشون هم انگلیسی هاست، یکی از یه انگلیسی ها وایستده امکت که یه نفرشون هم چند تا سالا، اینم در واقع همسرش رو فکر میکنه مرداست، همسرش مرداست. اینه که آقای مهبهانی بله، ولی این سیاست رو ما میبینیم که یه موقعی این سیاست یه بخشی از این فمینیست ها آمدن مطرح کردن، یه موقعی شکست هم خورد. بعد توی جامعه ما میدونید یه نفرت از مرد رو شادی صدر و شادی امین تبلیغ میکنن،
و خب مسیح علیه نژاد هم یه جورایی تو بعضی از پروژه با اینا هم دسته و یه جایی با اینا همراه هم. و خب میدونید اینا به شدت ضربه زنند، به شدت ضربه زنند، چون اساسا جامعه رو وقتی که تفکیک کنید زنانه مردانه، چون رژیم تمام تلاشش اینه که بین مردم تفرق ایجاد کنه. چجوری؟ حالا ترک و کرد، کرد و فارس، فارس و بلوچ، بلوچ و رشتی، رشتی و گیلک، نمیدونم لور و عرب، عرب و نمیدونم عجم، میدونید؟ یعنی اینجوری بتونه بین مردم چیه؟ انشقاق ایجاد. بعدش چی؟ سنی و شیعه، شیعه و نمیدونم سنی و نمیدونم یارسانی، چه میدونم مسیحی و مسلمون، زرتشتی و نمیدونم فلان، بهایی و نمیدونم. این در واقع سعی میکنه اینجوری تفرق ایجاد کنه. و بعد نکته بعدیش زن و مرد، سعی میکنه بین زن و مرد تفرق ایجاد کنه. خب تو خارج از کشور هم این نگاه کاملا کاملا انحرافی رو ما میبینیم. انقلاب زنانه، ما انقلاب زنانه هم داریم. کجای دنیا انقلاب زنانه، انقلاب مردانه است؟ انقلاب که جنسیت نداره که، انقلاب رهایی بخش، انقلاب آزادی بخش، انقلاب ملی، هم درش زنا هستن هم مردا، دوش به دوش هم برای رسیدن به یک هدف مبارزه میکنن و قطعا هم میتونن هر کدومشون شعارهای خاص خودشونو بدن. شما توی انقلاب وقتی مثلا عرض کنم گرایشات مختلف یا اقشار مختلف شرکت میکنن، مثلا کارگرا خب شعار چی میدن؟ شعارهای کارگری میدن، یعنی خواهان حقوق کارگری خودشون هستن. ملاحظه میکنید؟ مثلا میخوام بگم حتی قومیت ها میتونن شعارهای ملی خودشون رو مطرح کنن، خواسته های خودشون رو مطرح کنن، هیچ اشکالی نداره اینا، ولی در یه چارچوبی، در یک همگرایی. ملاحظه میکنید؟ یعنی من فکر نمی کنم که اساسا ما نیاز باشه جامعه رو چیه؟ در مقابل هم بذاریم. زن و مرد در مقابل هم نیستن، زن و مرد مکمل همن. تو جامعه هم باید این باشه، تو مبارزه هم باید این باشه. یعنی این که شما بیایید نفرتی ایجاد کنید، برید مسعود رجوی برای پیشبرد سیاست های رذیلانش می اومد این تفکیک رو میکرد. اول از خانواده شروع کرد، خانواده رو از هم بپاشونه. زن و مرد باید، زن و مرد در مقابل هم میستن. زنا باید به مردا چی در واقع به همدیگه فوش و ناسزا میدادن، مردا همینجور به زنا. این میگفت تو مثل نمیدونم چی کثافت خشک میمونی، تو رو میبینن. بعد این حرفا رو به هم میزدن و بعد وقتی که این افتراق رو پیش آورد، وقتی این جدایی رو پیش آورد، وقتی زن و مرد رو در مقابل هم قرار داد، حالا باید مردا علیه هم، زنا علیه هم میزدن و این کارو واقعا میکردن و این دشمنی رو ایجاد میکردن. اساسا مسعود رجبی میگفت حالا چه بهانه، میگفت نباید پل بین شما ایجاد بشه. پل میدونی زمینه دوستی دیگه، دو طرف با چی به هم وصل میشن؟ با پل. خب اصلا پل یعنی ارتباط. میگفت اصلا باید ارتباط بین شما از بین بره، ارتباط انسانی بین شما از بین بره، باید فقط ارتباطتون مکی باشه با من. خب و بعد یه نفرتی سعی میکرد در زنان نسبت به مردان ایجاد کنه. میگفت باید دائم تیر و تبر و تفنگ بالا سر مردان گرد. میگفت حتی هر نوع ترحمی به مردهای تحت مسئولیتتون به منزله خوابیدن با اون مرد است، زنا با اون مرد است. اگه ترحم کنی، ترحم یعنی چجوری؟ یعنی اگه من بیام به شما که مسئولمی بگم امروز خواهر گرامی نمیدونم مسئول فلان، من مریضم، کمرم درد میکنه، پام درد میکنه، سرما خوردم، اگر شما ترحم کنی بگی باشه برو استراحت کن، انگار که با این چیه؟ زنا کردی. ترحم نباید.
باید بیرحمی، باید شلاق بکشیم، باید فوش و ناسزا و بد و بیرو. تمام زنهای بالا میکشیدن، زنهای قدرت میگرفتن که اول از همه کثیف‌ترین اتهامات رو به شوهراشون میزدن. در ثانی بایست این نفرت خودشون از شوهراشون نشون میداده. ببین زهره اخیانی چرا تو مجاهدین رشد کرد؟ شوهرش خودکشی کرد چون این اومد توف انداخت روش و اینو لعن و نفرینش کرد، زمینه رشدش فراهم شد. اومد رسید تا کجا؟ مسئول اول مجاهدین. ولی سنگ بناش چی بود؟ نفرتی که از شوهرش زمانی که خودکشی کرده بود نشون داد. پس همه اونایی که پس نگاه کنید، این نگاه افتراق ایجاد کردن نگاهی است بغایت ضد انسانی، بغایت ضد انقلابی و نباید اجازه بدیم. مهم نیست کی، مهم نیست کجا، مهم نیست به چه شکلی، در این که تو جامعه ما در واقع زنا تحت ظلم مضاعفاً تردیدی است، در این که نوعی در واقع جامعه ما بالایی از مردسالاری درش هست که تردیدی درش نیست، در این که مردها دست بالا رو دارن تردیدی درش نیست، در این که حق و حقوقی که رژیم به مردها داده زنان رو به عنصر درجه دوم تبدیل کرده تردیدی در این ماجرا نیست. اما یک در واقع ما مبارزه داریم با رژیم و نباید با کنار دست خودمون مبارزه داشته باشیم دیگه، نباید با همراه خودمون مبارزه داشته باشیم که اونی که نوک حمله رو از روی رژیم ور میداره و میذاره روی مردها یعنی در خدمت رژیمه. اون کسی که مثلا شما شادی امین رو باید دیده باشید، مثلا او با شرارت و وقاحت میاد مطرح میکنه که آره این مردا حاوی رژیم هم. چرا؟ چون رژیم حقوقشون رو در واقع تعیید کرده یا حقوق اضافی بهشون داده. یه آدمی که اینقدر پست و لعینه چرا؟ برای که اساسا مردا رو رقیب میبینه، زنان رو سوژه جنسی میبینه، زنا رو سوژه جنسی میبینه. مشخصا اون رو دارم میگم، افراد دیگر نمیگم، مش مشخصا شادی امین رو میگم، برای اینکه همه زنا رو سوده سوژه و کالای جنسی میبینه، فکر میکنه مردا رقیبشن. این نفرتی که از مردها داره بخشش از اینجاست، نگاهی است که به زنها داره به عنوان سوژه های جنسی، کالای جنسی. این داستانش. حالا در هر صورت، ولی بله اینا تماما حالا هر کی میکنه، بنده بکنم دیگری بکنه، در خدمت بشی. ممنون. کیوان می نویسد که سلام به عمو ایرج و عرض تبریک عید میگم و عاجزانه تقاضا دارم سریالی به نام زیرخاکی در ایران ساخته شده در 4 اپیزود، خواهش میکنم زیرخاکی 1 را ببینید چون قصابی زندانهای قبل انقلاب و بعدش رو خیلی جالب و دسته ها و گروه های زندان رو از دید یک کسی که دنبال گنجه به زندان میفته نشون میده. مخصوصا از عمو ایرج خواهش میکنم این سریال رو ببینه و نظرش رو به ما بگه. والا حالا دیگه من خیلی که من ببینید حالا من حالا این رو دیگه وقت بکنم چون انقدر من خودم مشغله دارم که به خیلی از امور نمیرسم. ولی مسئله بعد خدمتون بگم، بعد کتابامو نوشتم، خاطرات زندانم منتشر شده، روانشناسی شکنجه رو گفتم، شکنجه ایدئولوژیک رو گفتم، اونچه در زندانها اتفاق میفته گفتم، مقایسه زندانهای زمان شاه با زندان خمینی رو گفتم، همه اینا رو من گفتم. یعنی در واقع این فیلم ها نمیدونم حالا چیز جدیدی رو ممکنه بگن. دوستان هایی میخوان نظر من رو ببینن، نظر من تو کتاب هم ببینن به وضوح با جزئیات تا اونجایی که میتونستم توضیح دادم.
بسیار من بله. عرضم به حضور شما که مرتضی می نویسد ضمن سلام و آرزو و تبریک و ماجراها سوال از جناب مصداقی، آیا پنهان کردن جانشینی مشتبه می تواند یکی هم به دلیل این باشد که مبادا حقانیت بر شاهزاده و مورسی بودن پادشاهی باشد؟ نه، اصلا هیچ ربطی به این موضوع نداره. بله، اساسا اینا رو هیچ ربط مربوط به هم نمیبینم. بله، باید از هر چیزی نتیجه بگیریم که حقانیت رضا پهلویه یا هر چی که میرسیم. نه، با زور بخواییم یه چیزی رو بچسبونیم به یه چیز دیگه، نه، اصلا هزار یک دلیل داره در رژیم که چرا نتونستن پروژه جانشینی رو حل کنن، چه مشکلاتی دارن. از نظر من 100 تا مشکل دارن، 100 تا چیز در نگاهشون هست که یکیش نیست، حتی یکیش. عرضم به حضور شما که بهزاد از آقای مصداقی بپرسید داستان پادرمیانی برژنف و جلوگیری از اعدام مسعود رجوی داستانی است خیالی یا واقعی است یا کدام است؟ اول از اون که نه، ببینید مسعود رجوی یکیش این که کسایی که برای برژنف نکرد، فکر می‌کنم پادگورنی کرد، صدر اون موقع پادگورنی در واقع به شاه درخواست داد، غیر از اون جورج پومپیدو داد، رئیس جمهور فرانسه. من نمیدونم چرا دوستان جورج پومپیدو رو نمیبینن. ژان پورسارت داد، چرا ژان پورسارت رو کسی نمیبینه؟ نه، شاه هم همچین دم دهن نمیدونم روسا نشسته بود، عامل روسا نبود که بخواد با چیز اونها عمل. نه، در واقع افراد مختلفی درخواست داده بودن و خود برادرش هم دکتر کاظم رجوی فعالیت زیادی داشت و خب خود ساواک هم تأکید داشت، آقای ثابتی و دیگرانی که در پرونده کار میکردن، که خب این برادرش خدماتی رو انجام داده و با ما ارتباط داشته، حالا میشه ایشون رو مثلا افغان. این یکی. دوم از اون من بهتون بگم، اسناد ساواک این رو میگه که مسعود رجوی اظهار ندامت نکرد. خب یه واقعیت، یعنی اسناد ساواک این رو میگه، علی رغم این که پدرش خیلی تلاش کرده بود و برادرش تلاش کرده بود و به خصوص پدرش و خانوادش ملاقات هم داده بودن که این درخواست ندامت کنن تو دادگاه دوم، واقعیتش اینه که اظهار ندامت نکرده. ولی خب مسعود رجوی در طول سالهای زندانش خودش رو جناح کبوترها جا میزد و به گونه جلوه میداد که مانع رو اومدن جناح بازها میشه، یا در طول در زندان هم در جناح در واقع کبوترها هست و ساواک رو هم به این ترتیب متقاعد کرده که چنین نقشی داره. اینا هست، ولی این که بخوای شاعبه ای نمیدونم فلانی راجبش درست کنیم، نه، غلط، اینجوری نیست و من شخصا چنین نگاهی رو ندارم. اولی میگونم با چهرهای سیاسی آدم باید منصفانه برخورد. مسعود رجوی آدم کثیفیه، آدم رذلیه، آدم بخوریت پست و خطرناکیه، اما شخصیت ما این گونه باید باشه که مثل او عمل نکنی، مثل او هر دروغ و دغلی نگی، مثل او برای پیش برده امیالمون به هر کثیفی و پستی تن ندی. این فرق ماست با اون. بسیار ممنونم. عرضم به حضورت که
نه بذار اینو اول بخونیم که آرمان می نویسه. البته آرمان اینا سوالی نه آقای مستاقی الان بگم دوباره عصبانی میشه، میگه اینا راجبش حرف زدیم. حق به جانب شماست. بله اقتصاد پاشیده رژیم دلیل سقوطش نیست، همونطور که میگی خیلی کشورها اقتصاد پاشیده تر دارند و سرپا هستند و به فرموده شاهزاده رضا پهلوی باید با کسانی همراه بود که دنبال راه حلی هستند، نه با کسانی که جزی از مشکل هستند. این جمله جواب امثال شادی صدر و دیگر افرادی که درد وطن ندارند. بسیار ممنون. سوالی نه بله ایشون سوالی نبود که شما نظر بگن ایشون سوال نه. اما میثم پرسیده که چون باید اولش بگم که نه شما آقای مستاقی در این باب سخنی نگفتن، پس من پرسش شما رو مطرح میکنم. صحبت ظریف درباره این که ممدلی جعفری همه کاره کشور است و نقش او کمی لطفاً صحبت کنید. نه نگفته که همه کاره کشوره، ایشون گفته که این لیستا رو حالا بعدم گفته تختی کرده صحبت هم، ولی گفته لیست انتخاباتی رو در واقع در کشور حالا در تهران بیشترش بد نظرش بوده، اینا رو جعفری و طائب با هم دیگه تعیین کردن و این نظر ایشونه. راستش من اطلاع دقیقی ندارم که حرفای ایشون دقیق هست یا نه، ولی بالاخره جعفری یکی از ارکان سپاه هست، مسئولیت اون قرارگاه فرهنگی سپاه رو داره، یعنی خط و خطوط فرهنگی که بیشتر میتونم بگم سیاسی سپاه هست تحت عنوان پوشش فرهنگی پیش میبرن و احتمالاً اگر قرار باشه خونتهای نظامی شکل بگیره یکی از افرادش جعفریه، ولی خب حالا بایستی دید تا اینکه این تغییر تحولات کدوم سمت میره، کی میتونه بالا بیاد، چجوری. خیلی از بازیگران صحنه هم خودشون الان براشون فضا روشن نیست. بسیار ممنون. اما در بخش دوم یادآوری به بهبهانی درباره پرسش هفته گذشته ای که داشتم، متاسفانه اشتباه خوندید. بنده گفت من از روی ایمیلتون میخونم، از خودم که نمیگم. بنده گفتم خمینی علاقه پیدا کرد به علی دشتی، نه اینکه علی دشتی شیفته خمینی شده باشه. این روایت آقای بهرام مشیری است که خلخالی در صدد اعدام علی دشتی بوده که خمینی با خوندن کتاب‌های دشتی این اجازه رو نداده و مطمئنن چنین چیزی واقعیت داره. مطمئنن چنین چیزی واقعیت. بسیار. یعنی خوندن کتابا یا اینکه ادام نشدنش؟ نه اینکه خمینی کتابای علی دشتی رو خونده و علاقه بهش پیدا کرده، نه مثلا اینو واقعیت نه. اینا داستانهایی است که یه مقدار مطرح میکنن و اون واقعیت نداره. ببینید بعضی از این حرفا حرفای به نظر من سستیه. اولا خمینی اصلا آدمی نبود که بره کتاب دشتی بخونه. که شما فکر کنید خمینی اصلا کتاب سلمان رشدی رو خونده بود که علیهش حکم داد که بکشینش؟ اصلا خمینی دون شأنش میدونست، میگفت چنان که مؤمنین گفتند، اصلا نمیرم بخونه که اصلا تیپایی مثل خمینی چنین در موقع سلوکی نداشتن. حالا خامنه ای داره، خامنه ای میخونه، اینو بهتون بگم خامنه ای برخلاف خمینیه، چون اساسا خامنه ای از یک جایگاه پایینی برکشیده شده، خب مثل خمینی نیست و به همین دلیلی که خامنه ای میخونه کتاب ها، و حالا چه کتاب های ادبی باشه چه رمان باشه
چه کتابایی مثلا در عرصه های اجتماعی یا سیاسی باشه میخونه. خمینی مطلقا نه، مطلقا چنین چیزی در ارتباط باش نبود و نمیخوند و شأن خودشو بالاتر از این حرف ها میدونست. این آقای بهبانیه تا به اصطلاح اون پشت پرده چی هست، اون جعفر شفیع زاده و اینا، آره خب آره اون قلابیه. اون با همون کتاب قلابی، این کتاب قلابی آتو آشغال لاتعالاتی اینا بیرون می اومد و یه مش مزخرفاتی و بعدم کلی هم سر اینا درآمد پیدا میکردن و ملت هم بعضی موقع نمیدونستن اینا رو میرفتن میخوندن بعد میگردن واقعیه. من یادم این تو همین سوئد این حسن اعتمادی یکی از مشتری های پرواقرص این مزخرفات بود، دور رادیوش همین مزخرفات رو میخوند و کلی داری دنبک دست میگرفت سر این چیزای سست و پیپایی و اساس. بله ببخشید امروز یه قدری عقب و جلو میشه به خاطر اینکه این مشکلات فنی هم هست این پشت اومد اونا رو هم حل و فصل کنم، یه قدری گرفتاریم. میپرسه که هستی لطفا از آقای مصداقی بپرسیم با توجه به اینکه پرویز پرستویی به گفته خودشون در اوایل فاجعه 57 در دادسرا مشغول بودند، آیا ایشون دستی در حذف هنرمندان داشتن؟ البته مواضع آقای پرستویی با گذشت زمان تغییر کرده و مدتی است که در حمایت از مردم و انتقاد از رژیم هم در اینستاگرام خود مطلب می نویسن و در امور خیریه به ویژه با همراهی با پهلوان رسول قادم هم در سیل سیستان و بلوچستان کمک کردند. نفهم بفهمین بله. شما امیستان. ببینید آقای بهبانی، راستش من اطلاعی ندارم. من میدونم ایشون در دادگستری بودن، حالا در دادگستری کار میکرد، خودش هم صحبتی داره و من به اساس گفته خودشون میگم، همچنین گفته زمانی که این آقای عباس قادری رو شلاق زدن من تو دادگستری بودم، یعنی اون موقع تو دادگستری کار میکرد. و میگه فیلم مطرب، نه عباس قادری رو، و میگه که فیلم مطرب رو برای ایشون کار کرد، اصلا فیلم مطرب رو که بازی کردم به خاطر ایشون بود. این چیزیست که من به نقل از خود ایشون شنیدم. ملاحظه میکنید حالا چه در ارتباط با ایشون باشه چه جواد یساری باشه، در صورت این ظلمی است که اون سالها به هنرمندای ایران شد. میدونید تارو رو شکستن، چه مصیبت هایی سر از یاحقی بگیرید تا همین آقای اکبر گلپایگانی در رو بردن، چه بدبختی های جوان وفایی کشید، همه هنرمندا خیلی اذیتشون کردن، خیلی تحقیر رو کردن. حالا تو اون موقع ها اینا در مستر کار بودن، به طب یه نوع همراهی هایی هم داشتن و یا بعدن حالا به نوعی پشیمان شدن. ببینید مثلا مخمل باف کسیه که گفت این اگه قدرت داشت میگفت میخواست نارنجک بکشه عملیات داری داریوش مهرجویی رو بکشه به خاطر فیلم اجاره نشینا. شما برید اجاره نشینا رو نگاه کنید، این دیگه حرف مخمل بافه. مخمل بافی که در واقع هدفش رو بالاخره دستگاه امنیتی عملی کرد و مرجویی رو کشت به اون طرز فجیع با همسرش که روزها هم دادگاهشون رو مورد اعتراض جامعه سینمایی و فرهنگی ایران قرار گرفته که اینا دارن لاپوشونی میکنن. راستش من نمیدونم، واقعا هیچ شناختی از گذشته آقای پرستویی ندارم، خودم که هیچ موقع باشون درگیر نبودم و نمیدونم، ولی بالاخره بایستی مگر حمله بر صحت کرد
ادعا رو، مگر اینکه آدم دلیلی داشته باشه، یعنی من شاهدی داشته باشم بگم نه آقا پرستویی دروغ میگه، پرستویی اینو کرده اونو کرده اینجا کرده اونجا. من اینو اگر سندی مدرکی دلیلی منطقی داشته باشم علیش به کار میگیرم. در غیر این صورت نه، حمل بر صحت تا عکسش برام ثابت بشه. بله، بدونی که پرستویی از بچه هایی بوده که در کانون پرورشی تربیت شده، اونجا در حقیقت سالها شاگردی کرده در رشته تئاتر و سینما و اینها، و معلم هایی مثل آقای گوهرزاد و اینها در اونجا به اینا وقتی بچه بودن تدریس میکردن، و من ندیدم که اون مثلا در جایی نمیدونم کار اینجوری کرده باشه بعد حرفشو عوض کرده باشه. من ازش چیزی در گذشته ندیدم، ولی هرچی که میبینیم اینه که در نقد و ایناست و یه شجاعتی داره که میتونه بره وایس حرفشو بزنه. ببینید من خیلی به اینا اعتبار نمیدم، ولی به کی من آقا؟ به کدوم بخش؟ در صورت همین که آدم یه زمانی با رژیم بوده باشه، یه حرف خوبی مهدی اصلانی میزنه، میگه هر کی بعد 30 خرداد یه با اکثریت یه هفته باشه باید بره کلانتری بخواد. خب این حرفش حرف منطقیه، حرف درستیه. حالا فکرشو بکنید کسی با رژیم بوده باشه، ملاحظه میکنید؟ یعنی اونا به مردم بدهکارن، خب یعنی به جامعه بدهکارن، این مسئول این نکبتن، دست دارن تو این بدبختی و فلاکتی که ملت گرفتارن، ملاحظه میکنید؟ اینو باید بهش توجه کنید. یعنی اینو دارم از موضوع اخلاقی برای خودشون میگم، و یعنی همه کسایی که یه روز با این رژیم بودن، یه روز اون جنایات رو تایید کردن، یه نماز جمعه رفتن وایسادن، یه رأی رفتن به اینا دادن، بدونن تو این نکبت شریکن، بدونن تو این جنایات شریکن، بدونن تو این خونها شریکن، بدونن تو این فقر و فلاکت و بدبختی که تو جامعه حاکمه شریکن، و تلاش کنن جبران کنن. این نظر خب بله خب، ولی آخه پرستویی نمیدونیم بوده یا نبوده که، همه حرف بس. من آقای بهبانی، من نگفتم ایشون جنایت کرده، شما اسکی جنایت ندارید به صحبت های من. گفتم هر کسی که یه نماز جمعه رفته، هر کسی که یه من رأی میخوام اینا رفته رو داره. تفکیک کنم آقا، برای اینکه روشن بشه. یه بنده یه کسایی مثل من توضیح دادم، نگفتم ایشون در جنایت دست داشته، نه همین، گفتم منم تو از میخوام اینو پاک کنم. حمل بر صحت کرد، تا زمانی که ما عکسشو نداریم باید حمل بر صحت کرد. 100% به شما. بعد توضیحم اینه که ایشون، من نگفتم در جنایت دست داشته، گفتم ولی اخلاقا هر کی به این رژیم رأی داده، هر کی نماز جمعه رفته، هر کی یه هورا برای اینا کشیده، مسئوله. درسته. خب من متوقع چون حرف پخش میشه و شنیده میشه، ممکنه یه آدمایی مثل من باشن خوب گوش نداده باشن، برای اینکه اون تیکه رو پاک کرده باشم و حرف شما رو روشن کرده باشم، اینا رو بهش اضافه میکنم. قصدی که ندارم که بردم. اما سمیرا می نویسه آیا نوعی سیاست مداری هوشمندانه و رندانه، هرچند منفی، ولی در جهت بقای رژیم در قبال قدرت‌های غربی نمی‌بینید؟ اینکه تونسته روز افزون قدرت خودش رو افزایش بده تو خاورمیانه و منطقه رو در زمان خودش عقب نشینی بکنه. نفهمیدم، بفرمایید شما. بله، بفرمید. من دفعه قبل اتفاقا همین رو راجع به سیاست رژیم اتم آمریکا گفتم، و بله این جزء موفقیت‌های رژیمه و این رو بایستی به نوعی بهش واقعیت رو بپذیریم
و این یه بخشیش برمیگرده به سیاست نادرست غربی ها و عدم توجهشون به مسائل. من اینو اینجوری میبینم، بل باعث پیشرفت رژیم شد. ولی من اینو همین هفته قبلم که گفتم، ولی به چه قیمت باعث پیشرفت رژیم در ایجاد بحران و تنش در منطقه شده، در محصولش چی شده بر مردم ایران؟ آن رژیم پیشرفت کرده، اسلام سیاسی رو در منطقه صادر کردن، ایجاد تنش و بحران کردن، منطقه در آتش جنگ و ویرانی شعله بره. ولی چی نصیب مردم منطقه و ایران شده؟ نابودی، فقر، فلاکت، بدبختی، بیچارگی. کی میشه هیزم این آتش؟ مردم، بدبخترین مردم، محرومترین مردم میشن هیزم این آتش. و بله، ولی این آتشی است که به پا شده. هیزمش چیه؟ مردم بدبخت بیچاره. ولی رژیم هم میتونه داره دنبک دست بگیره که پیروز است و موفق است و خطش پیش رفته و جلو رفتیم. و ولی این جلو رفتن باعث چی میشه؟ باعث نکبت، باعث تولید تباهی و بدبختی و بیچارگی. بله، عجیب، مردم خرج کردن. و اجازه بده که با این ایمیل از حضورت مخصوصاً، چون خیلی گرفتاری هست اینجا، بعد اونا رو حل و فصل کنم و از این لباس در بیام و لباس کار بپوشم، اینه که با این ایمیل از حضورت مرخص میشم. مهناز بنویسه چرا خمینی هرگز به زیارت مشهد و نمیدونم قوم و اینا نرفت؟ بله، خمینی هیچ کام زیارت مشهد نرفت. خب اینو در واقع بایستی سیر چاکان خمینی بگر که چرا خمینی به مشهد نرفت. حالا فکر کنم قوم رفته باشه یه بار، در الان درست خاطرم نیست که در قوم بود به حرم حضرت معصومه رفت یا نه، ولی خب تهران که نرفت. هیچ مومه خمینی وقتی که رفت جماران، از جماران تکون نخورد. بله، این واقعیت داره. حالا در ابتدا فکر میکنم یه بار حضرت معصومه رفته بوده در قوم. حالا خب نه مشهد هم نه، این هم یک در واقع یه واقعیتیه که هنوز کسی راجبش صحبتی نکرده، یعنی توضیحی داده نشده. منم نمیتونم بگم خمینی خودشو بالاتر از امام رضا میدید، چون نمیدید. خب خودشو ادامه اونا میدید، ولی این که نرفته دلیلش چی بوده واقعا نمیدونم. شاید نمیخواست، فکر میکرد اگه بره مثلا تباین پیدا میکنه با سفر شاه به مشهد، شاید یه جوری اینجوری خیال میکنه. نه بالاخره ببینید، اول از اون که آقای بهبان نگاه کنید، خمینی چنین تصوری نمیکرد. خب همه مراجع تقلید به بدون استثناء هم حرم حضرت معصومه میرفتن، هم حرم امام رضا میرفتن. و میدونیم خمینی همیشه در نجف به حرم حضرت علی میرفت، نماز در اونجا میخوند. یعنی اینجوری نیست که خمینی به حرم حضرت علی نرفته یا دیگر حرم هایی که در عراق هست رو نرفته و ندیده، یا اساسا خودش رو نیازمنده به اونها نمیدیده. حالا این که نرفته مشهد نمیدونم، ولی این دلیلش این نیست که چون شاه میرفته. ببینید من این موضوع خدمتتون بگم، اساسا یه واقعیته، حتی شاه هم که میرفت، چون پادشاه کشور شیعه بود، ببینید صرف نظر از اعتقادات خودشون، صرف نظر از اعتقادات خودشون، ما در قبل از انقلاب باید توجه بکنیم که مردم رابطه‌ای که با ائمه داشتن، با پیغمبر داشتن، با مقدسات اسلامی داشتن، یه رابطه خیلی خیلی نزدیکی بوده. و الان بهتون بگم هنوز امام رضا یکی از پرزائرترین زیارتگاه های جهان. یه واقعیت، یعنی بعضی از این دوستان شروع میکنن، مثلا من دیدم بعضی موقع عکس این شهبانو و رضا پهلوی یا شاه رو در حرم امام رضا و
پخش میکنن، آوی فوش وضعیت رو زیر می نویسن. به خصوص اینایی که خیلی خودشون رو چپ میدونن و خیلی مترقی. حالا من به دوستان میگم، دوستان عزیز، شما برید بزنید مشهد به روایت احمد شاملو 1350، بزنید توی یوتیوب، بزنید مشهد به روایت احمد شاملو 1350، ببینید شاملو چی کار میکنه برای مشهد با صدای خودش. هست ببینید چجوری راجع به زیارت میگه، ببینید چجوری در واقع به نوعی توی همون سبک خودش یا تو همون سبک شاعری یا با همون زبان چجوری از نظر من نوحه میخونه و روزه میخونه. دوستان عزیزم، منتها توجه اینا شاملو که میرسه صد جور خب میتونن اینو توجیش کنن، در حالی که روشنفکر اصلا چنین نیازی نداره. ببینید آقای بهبانی، روشنفکر هیچ نیازی نداره، هیچ نیازی در جایی نداره حتی همسوی خرافه بشه، ولی شاه چرا؟ حتی ببینید چرا؟ چرا؟ برای که برای یک مملکت شیعه حکومت میکنه، برای اینکه برای یک لشکر شیعه حکومت میکنه، برای اینکه من فرماندهان لشکر شاهنشاهی رو دیدم که چجوری نماز میخوندن، چجوری اعتقاد داشتن و چجوری قلبی اعتقاد داشتن. من اویسی رو دیدم، من دایی خودم رو دیدم، من دیگر فرماندهان ارتش رو دیدم و میزان پایبندیشون رو به اسلام دیدم و به مذهب دیدم. نه تنها اون، شما برید نگاه کنید سلطان محمود غزنوی، برید نگاه کنید بسیاری از این سلاطین ایرانی که اگه یه شیعه میکشیدن به خلیفه بغداد رو میتونستن در واقع فقط با یه شیعهشون در هم بپیچن، ولی به اسم اونا سکه زرد میزدن. چرا؟ برای که به خاطر اون، چون فکر میکردن لشکرشون توده، عوام، رعیت به اینا اعتقاد داره. ملاحظه میکنید؟ یعنی یک این واقعیته. شما اگر نگاه کنید خیلی از رهبران دنیا رو نگاه کنید، موقع فوتبال که میشه میره استادیوم. چرا؟ چون میدونه ارق ملی الان حکم میکنه. حالا اصلا تو عمرش فوتبال نیده ها، اگرم رئیس جمهور نبود، اگر رئیس جمهور نبود، اگر نخست وزیر نبود، امکان نداشت گوله توپ بذاری پس کلش بره مسابقه فوتبال ببینه. اما اونجا میره چون نماد ملی میشه. در ارتباط با مذهبم، دوستان عزیزم، بایستی به این توجه بکنن. نگاهی که در دهه 50، در دهه 40، در قبل از انقلاب پادشاهش کشور شیعه به شیعه داشته یا به اسلام داشته، شما نگاه کنید روشن فکرش خسرو گل سرخیه، دیدید چه کرد تو دادگاه؟ اینو که باید نگاه کنیم. حالا چون به این مطلب رسید عرض کردم، و چون من دیدم خیلی ها این فضای مجازی به خصوص این دوستان چپ ما که پخش میکنن، به خصوص خیلی هم، من چون دیدم هر چی میشه شاملو بزرگ، اینه گفت شاملو بزرگ، بدی برین شاملو بزرگ راجع به مشهد چی میگه. میدونی به خاطر که گزینشی عمل میکنن، برای که سانسور میکنن، برای که هر شاملو رو هم جوری ارائه میدن که خودشون دوست دارن. میدونی یعنی یه شاملو شست و رفته ای که اصلا تو واقعیت اون جوری نبوده، همچین یعنی میخوان شاملوی معصومی رو نشون بدن که خودشون ساختن، نه شاملویی که بوده. میدونید؟ و اینه، حالا من یه نمونهش گفتم چون به اینجا رب پیدا میکرد ترسی. بسیار آقا ممنون و متشکر، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، حضورت. یه بار دیگه بهترین شادباشای نوروزی رو تقدیم حضور خودت، همسر مهربان و خانواده گرانقدرت تقدیم میکنیم و در این روز اول سال که شکون دارد
و اینکه برنامه روز اول سال رو با حضور شما آغاز کردیم. امیدواریم که سال خوب و خوشی برای خودت و همه دوستدارانت باشه و همچنین مخاطبین میهن تیوی. یه بار دیگه ممنون، سپاس از شما، حضورت و برنامه. متشکرم آقای مستاقی. ممنونم از شما، همچنین از بینندگان عزیز که با ما همراه بودند. تشکر از خودت. مرسی. بعد شنیدیم فرمایشات آقای مستاقی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. متاسفم که در خلال برنامه یکی دوستانی که تو شبکه جی ال ویز دنبال میکردن یکی مشکل بود، ولی از طریق سایت فکر میکنم به راحتی برنامه تقدیم حضورتون شد. میبخشید، به حال داستان این بازی ما خیلی بازی سخت و پیچیده است، نمیدونم چجوری این رو عمل بکنم که هم روی صحنه باشم هم پشت صحنه باشم هم این ور باشم هم اون ور، اینه که سخت شده. بازم ازت ممنون، سپاسگزارت هستم، مرسی که دنبال میکنی. متشکرم.